جز از کل نوشته استیو تولتس ترجمه پیمان خاکسار با صدای هلیا مقصودی قسمت سوم پروژه دوم به طور طبیعی در زندگیت تلویزیون را روشن می کنی و می بینی اخبار پخش می کند. حالا این اخبار هر چقدر وحشتناک یا اینکه دنیا هر چقدر فرو رفته در چاه توالت و یا این اخبار هر چقدر بی ربط با هستی تو ماهیت زندگیت همچنان جدا از اخبار باقی می ماند. در طول جنگ هم باید لباس زیرت را بشویی مگر نه حتی زمانی که سوراخی در آسمان دارد همه چیز را جزغاله می کند. مگر مجبور نیستی با کسانی که دوستشان داری دعوا کنی و بعد معذرت بخواهی که منظوری نداشته ای. معلوم است که مجبوری. به عنوان یک قانون، اصولاً هیچ سوراخی اینقدر بزرگ نیست که بتواند روند پایان ناپذیر زندگی را مختل کند ولی استثناهایی هم هست لحظاتی شوم در زندگی فلک زده های منتخب وجود دارد که اخبار روزنامه ها با اخبار اتاق خوابشان تلاقی می کنند. و از من بشنو. گشتن روزنامه ها به دنبال گندهای خودت حقیقتا وحشتناک است. دور از خانه شروع شد. یک روز صبح تیتر روزنامه ها فریاد زدند. بازیکنان اصلی تیم ملی کریکت استرالیا، از دلال های شرط بندی رشوه گرفتند تا در بازی های بین المللی بد بازی کنند. خبر بزرگی بود شاید بزرگتر از آنچه لیاقتش را داشت. چون همانطور که همه می دانند ورزش مذهب رسمی استرالیا به حساب می آید. عمق وجود خیلی ها تکان خورد. داد و بیداد راه افتاد و کل ملت سرخورده شدند و شمشیر تکان دادند و گفتند اتفاقی که افتاده وحشتناک و کثیف است و لکه ننگیست پاک نشدنی بر دامن ورزش. گوینده های رادیو برای خون زوزه میکشیدند. میخواستند صدای شکستن گردن بشنوند. گردن دلالها و گردن خیانتکاران اصلی بازی سیاستمداران فریاد عدالت سر دادند و اعلام کردند تا ته ماجرا خواهند رفت و حتی خود نخست وزیر قول داد تجسسی کامل و همه جانبه درباره فساد در ورزش انجام خواهد گرفت. برای من رسوایی ورزشی تنها صدایی در پس زمینه بود. درگیر بدبختی های خودم بودم. مادرم داشت میمرد و خودش را مثل یک ملکه دیوانه حبس کرده بود. پدرم داشت در یک بطری ناپدید میشد و برادرم داشت با تفنگی در یک دست و تبری در دست دیگر دنیا را از هم می شکافت. شنبه بعد من و تری سر بازی استرالیا پاکستان با هم ملاقات کردیم. به خاطر رسوایی پیش آمده بحث این بود که بازی انجام خواهد شد یا نه. ولی بر اساس قانون تا گناه کسی اثبات نشود بی گناه به حساب می آید بازی سر موعد انجام شد. آسمان روشن بود و هوا پر از بهار. از آن روزهایی که بی خود به آدم حس امنیت می داد. ولی باز هم همان استرابی را حس می کردم که همیشه موقع حضور در جمعیتی سی و پنج هزار نفره داشتم آدمهایی که مستعد بودند در یک آن خشم اشتراکیشان را با هم یک کاسه کنند وقتی بازیکنان وارد زمین شدند جمعیت هوشان کرد عاملان رسوایی را بعضیشان جمعیت را نادیده گرفتند ولی بقیه علامت گور بابای همتون دادند. همانی که از هر دو دست استفاده می شود. فریاد اعتراض از همه جا بلند بود. من عاشق هو کردنم. کی نیست؟ بعضیهاشان پر از خشم بودند و بقیه همراه با شوخی و خنده. از تری هیچ صدایی در نیامد وقتی کاپیتان وارد زمین شد دیگر فقط هو نبود هوش هم اضافه شد و مردم شروع کردند به چیز پرت کردن قوطی آبجو و کفش کفش های خودشان یکی از تماشاچی ها از روی نرده پرید و دوید وسط زمین و سعی کرد کاپیتان را بزند زمین. جمعیت دنبالش سرازیر شد. یک نفر سوت زد و بازی منتفی شد. تری رو کرد به من و گفت بریم. فکر کردم منظورش این است برویم خانه و برای همین موافقت کردم ولی قبل از اینکه بفهمم چی به چیست دیدم تری دارد از سکوی تماشاچی ها می رود طرف زمین بازی. سعی کردم دنبالش کنم ولی مدتی طولانی در جنون جمع گمش کردم. همه آمده بودند وسط و راه خروج بازیکنان را سد کرده بودند. همه چیز خیلی قبیله ای و در هم بر هم بود. خودت میدانی جمعیتی که شورش می کند چگونه است. بعد فریادهایی شنیدم. که جنسشان با هیاهوی فروخورده جماعتی خشمگین فرق داشت. دیدم به چه نگاه میکردند؟ تصویری که تا همین الان هم داخل تخم چشمم مانده است. تری تفنگش را به طرف کاپیتان تیم استرالیا نشانه گرفته بود. چشمان تری باز و شفاف بودند و چهرش سرحال. انگار همان لحظه با آب زلال حمام کرده بود. غروری نامعمول در نگاهش بود جماعت بهت زده نگاه میکردند میخواستند فرار کنند ولی کنجکاوی ازشان میخواست بمانند کنجکاوی پیروز شد پلیس داشت راهش را از میان مردم باز میکرد و از پله های جایگاه تماشاچی ها پایین می آمد که برادرم به شکم کاپیتان تیم ملی کریکت استرالیا شلیک کرد. نمیدانم چطور از آنجا خارج شدم. تری را یادم هست که مرا میان جمعیت دید و برایم دست تکان داد. فرار یادم هست. تری را یادم میآید که خندید و گفت از هم جدا شویم. و قبل از گم شدن میان جمعیت داد زد. ببینیم تو مردنش هم میتونه تقلب کنه یا نه. این بزرگترین خبر تاریخ استرالیا بود. نه قبل از آن اتفاق به این مهمی افتاده بود و نه بعد از آن اتفاق مهمتری افتاد. حتی استقلال استرالیا تا این اندازه پوشش خبری پیدا نکرده بود. و بدترین چیز این که یک نفر عکس گرفته بود. یک عکس بینقص از تری که ایستاده بود و با چشمانی براق تفنگی را رو به جلو گرفته بود و لبخندی دوستانه بر لب داشت. انگار میخواست کاپیتان را خیرخواهانه نصیحت کند. تمام روزنامه ها عکس را چاپ کردند. تمام شبکه های تلویزیونی نشانش دادند. از آن به بعد تری مردی شد تحت تعقیب. این آغاز حقیقی بدنامیش بود. سیل پلیس ها و خبرنگاران به شهر کوچک ما سرازیر شد. خبرنگاران موی دماغ بودند. برو گمشو جوابی نبود که راضیشان کند. انواع و اقسام سوالات را از من کردند. مدتی خودم هم مزنون بودم. قبول کردم همراهش به مسابقه رفتم ولی گفتم او را وسط جمعیت گم کردم. گفتم نه صحنه شلیک را ندیدم. گفتم نه بعد از آن با من تماس نگرفته. نه نمیدانم تفنگ را از کجا آورده. نه اصلا نمیدانستم تفنگ داشته. نه انتظار نداشتم با من تماس بگیرد. نه اگر هم تماس بگیرد به پلیس نخواهم گفت چون به هر حال برادرم است بله میدانم صد راه قانون شدن یعنی چه بله معنای شریک جرم را هم میدانم بله آمادگی زندان رفتن را هم دارم هر چند ترجیح می دهم نروم پلیس مادرم را هم حسابی سوال پیچ کرد ولی او به ابتدایی ترین سوالاتشان هم جواب نداد. وقتی بازرس از او پرسید ساعت چند است حتی به خودش زحمت نداد دهانش را باز کند. تری دیگر نمی توانست برگردد خانه. این چیزی بود که مادرم را کشت. گریه هایش را هیچ دلداری تسلی نمیداد و اغلب شبها روی تخت قدیمی تری می خوابید. هر روز یکی از غذاهای مورد علاقه تری را درست می کرد و شاید برای تنبیه خودش عکس تری در روزنامه را با آهن ربایی به شکل آناناس چسباند به در یخچال. نسبت به عکس وسواس گرفته بود تا حدی که گاهی با خطکش اندازش می گرفت. یک روز صبح آمدم پایین و دیدم دارد با دقت عکس را نگاه می کند. گفتم بزار بندازمش دور. هیچ چیز نگفت ولی وقتی دستم را دراز کردم با آرنج کوبید به شکمم. مادر خودم چند روز بعد حدود ساعت چهار صبح از خواب پریدم و دیدم مادرم نشسته لبه تخت چی شده؟ ویلیام ویلسون ادگار آلن پو یادت هست؟ همزاد داستایوفسکی چی؟ اینها کتاب هایی بودند که در اغما برایم خوانده بود. کلمه به کلمه شان را به یاد داشتم. گفت فکر کنم تری یه همزاد داره. سر تکان دادم و گفتم فکر نکنم. گوش کن هر کسی یه جای دنیا یه همزاد داره. ماجرا از این قراره. تری به کسی شلیک نکرده. کار همزادش بوده. مامان من اونجا بودم. خود تری بود. قبول دارم شبیهشه. همزادا به هم شبیه هم دیگه. عین هم میمونن. با هم مونه میزنن. مامان قبل از اینکه فرصت کنم چیز دیگری بگویم گذاشت رفت. حالا تری کجا بود؟ پیش هری؟ صبح روز بعد موقع صبحانه تصمیم گرفتم بروم و ببینم. وقتی از خانه بیرون رفتم دیدم خبرنگارها رفتند پی کارشان. ولی وقتی سوار اتوبوس شدم به ذهنم زد شاید تعقیبم کنند. از پنجره ماشین ها را دزدکی نگاه کردم. دیدمش. یک کمدور آبی تعقیبم می کرد. ایستگاه بعدی پیاده شدم و رفتم سینما. یک کمدی درباره شوهری که میمیرد و روحش برمیگردد و هر بار که زنش به مرد دیگری نگاه می کند اذیتش می کند. همه میخندیدند خندیدند به جز من. به نظرم خیلی مسخره بود. باعث شد از هرچه مرده است بدم بیاید. عوضی های خودخواه. دو ساعت بعد که آمدم بیرون دوباره ماشین را دیدم. میدانستم باید کاری کنم ردم را گم کنند و برای همین چپیدم توی یک مغازه. خیاطی بود. یک کت مشکی تنم کردم. به هم می آمد ولی آستینش برایم کوتاه بود. از لای پای مانکنها سگ شکاری آبی پیدا بود. پرسیدم از پشت هم ورودی دارند یا نه هرچند میخواستم از آن به عنوان خروجی استفاده کنم داشتند اما آن طرف هم یک کمدور دیگر پارک کرده بود فقط این یکی سفید بود و سندلی های چرمی داشت که فهمی نفهمی بوی چرمش را هم حس کردم تند راه افتادم و دنبال یک مغازه دیگر گشتم تمام روز به همین گذشت. خیلی خیلی اعصاب خورد کن بود. نمی توانستم از سر بازشان کنم. ظاهرا تمام حرکاتم را پیش بینی می کردند. ناکام سوار اتوبوس برگشت شدم و تصمیم گرفتم بعد از کهنه شدن داستان تریدین دوباره شانسم را امتحان کنم. بالاخره یک روز تمام می شود. جامعه بیماری کسر موازنه توجه دارد. به همین مشهور است. ولی چیزی که نمیدانستم این بود که داستان تریدین یک جا توقف نمی کند. چون تریدین یک جا توقف نمی کند. روز بعد اخبار بیشتری بود و به طبعش پلیس ها و خبرنگاران بیشتر. جسد دو دلال شرط بندی که پایشان در رسوایی ورزشی گیر بود در خانهشان پیدا شده بود. هر دو به ضرب گلوله کشته شده بودند. شاهدان عینی مردی جوان با مشخصات تری را موقع ترک صحنه جنایت دیده بودند. زبانی که روزنامه ها و رادیو برای توصیف تریدین به کار می بردند نشان از تغییری ظریف در باور عمومی داشت. او دیگر دیوانه ای تنها نبود. حالا یک معمور خودخانده قانون بود. در این بین چشمان مردم با تیزبینی ماجرای فساد در ورزش را دنبال میکردند که داشت با سرعتی نامعمول بررسی میشد همه میدانستند هر دلال و هر بازیکنی که اسمش در گزارش آمده هدفی بلقوه برای تریدین است معمور آزاد قانون نتیجه تحقیقات مربوط به فساد در ورزش به اطلاع عموم رسید. اسم ها علنی شد. نام سه بازیکن دیگر به میان آمد. بعضی به خاطر تلاش برای باخت عمدی و بعضی برای لو دادن اطلاعات بازی. اسم چند دلال دیگر هم برده شد. پلیس برای همهشان محافظ 24 ساعته گذاشت. پلیس فکر میکرد برای دستگیر کردن تری آمادند چون استنتاج کرده بودند او حتما باید کاری را که شروع کرده به پایان برساند. ولی تری یک قدم از آنها جلوتر بود. راستش هیچ کس آنچنان حواسش به پرونده فساد در ورزش نبود. همه درباره بازیکنان تیم کریکت می‌خواندند و مشتاقانه انتظار میکشیدند ببینند حرکت بعدی تری چیست. ولی نخست وزیر قول تجسسی جامع داده بود و نهایتا گزارشی جامع به اطلاع عموم رسید که متشکل بود از بخش ها و زیر بخش ها که جزئیات فساد در مسابقات اسب دوانی، لیگ راگبی، سندیکای راگبی، بیسبال، فوتبال، بازی های کشورهای تحت سلطه انگلستان، بولینگ روی چمن، بیلیارد، دوچرخ سواری، قایق سواری، بوکس، کشتی، هاکی و بسکتبال را عیان کرد. فقط زمانی که یک استرالیایی توپ خودش را در دست گرفته بود و برای خودش میدوید و عرق میریخت فسادی وجود نداشت. اولین بار تری وسعت اشتیاقش را با کشتن سوارکاری به اسم دن واندرلند نمایان کرد. تری به زور به او داروی بیهوشی اسب خورانده بود. به اندازه کافی برای کشتن یک گله. بعد هم تا سرحد مرگ کتکش زده بود. با کنجکاوی خیره شدم به عکس مردی که برادرم جانش را گرفته بود. به این امید که چیزی شیطانی ببینم. چیزی که از عکس بیرون بیاید و به سراحت اعلام کند این کسافت لیاقت چیزی جز مرگ نداشته. عکس بعد از بردن یک مسابقه اسب دوانی گرفته شده بود و دن واندرلند شاد و شنگول دستش را به نشانه پیروزی بالا آورده بود. حتی اگر نمیدانستم که برادرم او را کشته باز هم می توانستم غمی بی پایان در چهرهش ببینم. حالت چهره مردی که در همان لحظه به آرزوی دیرینش رسیده و متوجه شده آرمانش چیز خاصی نبوده. روز بعد قتل دیگری اتفاق افتاد. قهرمان میان وزن بوکس چارلی پالگر که موقعی که زنگ به صدا درآمده بود و حریفش دستکش را به هم زده بود خیلی تابلو شیرجه زده بود روی زمین. چارلی پالگر با کمک تری آخرین شیرجهش را زد. از پشت بام آپارتمان هفته طبقهش به وسط رفت آمد مداوم ماشین ها در خیابان شیرجه زد. وقتی ماموران تجسس در انتظار حرکت بعدی تری بودند او تاکتیکش را عوض کرد پرونده فساد در ورزش از یک پدیده دیگر هم پرده برداشت استفاده از داروهای نیروزا در ورزش حرفه‌ای تری بعد از کمی کاراگاه بازی ته و توی همه چیز را درآورد اینکه خرید و تبلیغشان کار چه کسانی است مربیها آدمهایی که همیشه به شکل خستگی ناپذیری پشت صحنه فعالیت میکردند حالا از پس زمینه به پیش زمینه آمده بودند فکهای آویزان و صورتهای زار و نظارشان بیشتر و بیشتر در روزنامه ها دیده میشد و بعد یک به یک میمردند مردند. ولی خطرناکترین جنبه جنگ صلیبی تری این بود که دلال ها بی سر و صدا کشته نمی شدند. طبیعی هم بود. ارتباطاتشان با دنیای زیرزمینی برایشان به معنای تفنگ و محافظت بود. و گزارش های تیراندازی در پشت بارها و رستوران ها از طریق اخبار به بیرون درز می کرد. تری آخرین قانون هری را شکسته بود. نه تنها ناشناس بودن را به کل کنار گذاشته بود، مورد غضب باندهای تبهکاری هم قرار گرفته بود. فقط روی نردبان نبود تکانش هم میداد علاوه بر پلیس جنایتکارها هم او را مرده میخواستند پدر و مادرم با این وضعیت به شیوه خودشان کنار می آمدند. به جای روبرو شدن با حقیقت تلخ، توهماتشان درباره پسرشان را بست میدادند مادرم سرسختانه تئوری همزاد را دنبال می کرد و پدرم هم در تمام این گند ها به دنبال نکات مثبت می گشت تا حدی که توجیه کردن را به هنری والا بدل کرد. اگر تری به پای پلیسی شلیک می کرد، پدرم قربان صدقه رحم و مروتش می رفت و می گفت می توانست به قلبش شلیک کند. اگر تری به قلب یک پلیس شلیک می کرد پدرم قربان صدقه نشانگیریش می رفت. به عقیده او ناتوانی پلیس در دستگیری تری نشانه زکاوت بالای پسرش بود. نشانه نیرنگ بازیش برتری همه جانبش حالا دیگر لایونل پاتس روزی پنج بار به من زنگ میزد و میگفت بروم خانهش و از اخبار جدید مطلعش کنم وقتی تک تک گزارش های روزنامه را برایش می خاندم، اینک آفتابیش را بر می داشت. به نظر می آمد چشمان مردش تا کیلومترها دورتر را می بیند. تکیه میزد و سرش را پشت سر هم تکان می داد. من یه وکیل عالی می شناسم. می توانه از تری دفاع کنه. می نشستم و به حرف های پایان ناپذیر لایونل گوش می دادم و دندان قروچه می کردم. از تحملم خارج بود. هرچقدر هم مسخره به نظر برسد داشتم از حسادت دیوانه می شدم. تری داشت یک کاری با زندگیش می کرد. حرفش را پیدا کرده بود حالا هر چقدر خونین و دیوانوار ولی باز هم یک حرفه بود و تری خودسرانه دنبالش می کرد. هر روز صبح میدویدم گوشه مغازه تا روزنامه بخرم و درباره قصاوت جدید بخوانم. سرانجام تمام قربانیان مرگ نبود. بیلیارد بازی که ادعا می شد توپ سفید را تصادفا از روی عمد بعد از توپ سیاه در سوراخ انداخته فقط دست راستش شکست و عجیب اینکه که او هم به همراه چند نفر دیگر از قربانیان تری به جماعت حامیان جنگ صلیبی او پیوست در کمال ناباوری به گناهانشان اعتراف کردند و گفتند تریدین مشغول پاکسازی نهادی است که زمانی پاک بوده و حالا با پول آلوده شده. آنها تنها نبودند. ورزشکاران، مفسران، روشنفکران، مجریان برنامه های زنده، نویسندگان، دانشگاهیان، سیاستمداران و رادیوها همه و همه درباره اخلاق در ورزش، ایدئال قهرمانان و روح استرالیا حرف می زدند تری به طور ناگهانی دیالوگی را بین اعضای جامعه آغاز کرده بود و تمام ورزشکاران ام از زن و مرد دست از پا خطا نمی کردن. یک روز در میانه این بلبشو و کارولین با یک چمدان برگشت شهر. من روی پله های شهرداری نشسته بودم و خطوط انگشت اشارم را می شمردم که او را در خیابان دیدم. مرا دید و همانطور که کشان کشان چمدان را به دنبال میکشید. دوید سمتم و دستانش را دورم حلقه کرد و صورتم را با بوسه های افلاتونی پوشاند. میدانستم هرگز درباره اتفاقی که آن شب در اتاقش افتاد حرف نخواهیم زد. خوب نگاهش کردم. به کسفت یک زن درآمده بود. تغییرات عجیبی هم کرده بود. موهایش روشنتر شده بود تقریبا بور و با اینکه صورتش پرتر شده بود و لب پایینش رسیده تر به نظر می آمد چیزی ترکش کرده چیزی مثل نور یا گرما فکر کردم در مسافرتهایش چیزی دیده که آن را ترسانده و فراری داده. پرسیدم به تری شنیدی؟ باورم نمیشه برای همین برگشتی خونه؟ نه تازه تو فرودگاه توی روزنامه خوندم بقیه ماجراها ها رو هم راننده اتوبوس برام تعریف کرد تو اروپا کسی راجع به استرالیا حرف نمیزنه مارتی عجیبه هیچ کس هیچی راجه به ما نمیدونه. این اولین باری بود که فهمیدم زندگی در استرالیا مثل اتاق داشتن در دورترین نقطه یک خانه درندشت است. فکر کردم چه بهتر. من فقط اومدم دنبال بابا. میخوام با خودم ببرمش. کجا؟ پاریس با یک ترکه اسمم را روی زمین نوشتم. توده های کوچک خاک اطراف اسمم تشکیل شد. پرسید ازش خبر داری؟ نه. خودشو به کشتن میده. بعید نیست. کنار اسم خودم اسم کارولین را نوشتم. اسامی من پهلو به پهلو قرار گرفت. گفت داره کار مهمی میکنه. اون قاتله. ولی به کارش باور داره. خب؟ هیچی. اون به یه چیزی باور داره. همین. متجاوزا و کودک آزارا هم به یه چیزی باور دارن. هیتلر هم به یه چیزی باور داشت. هر بار که هنری هشتم سر یکی از زنهاش رو قطع می کرد به یه چیزی باور داشت. باور داشتن کاری نداره. همه به یه چیزی باور دارن. اما تو نداری. نه من ندارم. کلمات پیش از اینکه بفهمم چه میگویم از دهانم خارج شدند وقتی فکر کردم دیدم مطلقاً حقیقت را به زبان آوردم حتی نمیتوانستم اسم یک چیز را بیاورم که به آن باور داشته باشم برای من یک درصد شک همان تأثیر صد درصد شک را داشت. چطور می توانستم به چیزی باور داشته باشم وقتی چیزی که ممکن بود درست باشد احتمال داشت درست نباشد. روی خاک یک قلب دور اسم هایمان کشیدم. اگه از تری خبری بشه به منم میگی؟ فورا اسامی من را با خاک پوشاندم. خودم را خر می دوستم نداشت. تری را دوست داشت. ناگهان از خجالت سرخ شدم. ازش خبر داری؟ مچه دستم را گرفت. پسش زدم. ندارم. چرا داری؟ گفتم ندارم. مرا به طرف خودش کشید و صورتم را با دو دستش گرفت و محکم مرا بوسید. بعد صورتش را عقب کشید و مرا حیران و عاجز از حرف زدن بر جا گذاشت. نمی توانستم چشمانم را باز کنم. اگه تری رو دیدی اینو از طرف من بده بهش این حرفش چشمانم را باز کرد لبخند زدم تا جلوی کف کردن دهانم را بگیرم ازش متنفر بودم دوست داشتم پرتش کنم وسط خاک و خول فکر کنم گفتم ازت متنفرم و بابت تمام زمانهای از دست رفته و نرفته ازت بیزارم و راه افتادم سمت خانه هرچند خانه آخرین جایی بود که دوست داشتم در آن باشم تبدیل شده بود به جایی با اهمیت جزئی تاریخی مثل توالت رستورانی که هیتلر قبل از آتش سوزی رایشتاک رفت آنجا. خبرنگارها با رفتار بد و همدلی سفرشان برگشته بودند و سؤالهای چرندشان را از پنجره ها فریاد میکشیدند. وقتی رسیدم خانه مثل روز روشن بود پدرم زیاده روی کرده. مست جلوی در ایستاده بود و تلو تلو میخورد. صورتش انگار که فکش قفل شده باشد بی حرکت بود. داد زد. میخواین بیاین تو عوضی ها؟ بفرماین تو. خبرنگارها قبل از اینکه با احتیاط وارد خانه شوند به هم نگاه کردند. فکر می کردند کاسه زیر نیم کاسه است. نبود. تلو تلو خوردن مردی بود بر لبه پرتگاه جنوب. پدرم کابینت آشپزخانه را باز کرد و گفت بیاین عکس بگیریم. بعد چوب های کف را از جا کند. بعد خبرنگارها را برد اتاق خواب ما و بعد کاری را کرد که نباید میکرد. کرد. بیاین کرمک ها فیلم بگیرین. فیلم بگیرین انگلای مفخور. وقتی مادرم در خانه دنبالشان میکرد، کرد هر هر می خندیدند. ولی قصد رفتن نداشتند. از خنده دلا شده بودند داشتن عشق میکردند. کردند. مستانه این مرد بهترین چیزی بود که بعد از مدت ها می دیدند. گریه مادرم را نمی دیدند. چرا می دیدند؟ با لنز زوم خیلی هم خوب می دیدند. وقتی بالاخره بیرونشان کردیم سعی کردم باهاشان منطقی حرف بزنم. تمنا کردم خواهش می کنم تشریف ببرید. پرسیدن برادرت کجاست؟ داد زدم اونجاست و به پشت سرشان اشاره کردم. مثل احمق ها سر برگرداندند. وقتی برگشتن طرف من گفتم دیدین خر شدین؟ یک پیروزی حقیر. به کارولین دروغ نگفته بودم. تمام این مدت نه خبری از تری یا هری داشتم و نه توانسته بودم به مخفیگاهشان در حومه سیدنی بروم. احساس جدا افتادگی می کردم و کنج کاوی از درون آتشم می زد. دیگر حالم از اعتماد به اخبار غیر قابل اعتماد روزنامه ها و شایعه های دهان به دهان به هم میخورد. خبر دست اول میخواستم. فکر کنم بخشی از وجودم هم یک جورهایی بدش نمی آمد به تری ملحق شود. حالا نه در خود قتل دست کم به عنوان شاهد. بالاخره من هم در هر اتفاقی که تا آن لحظه در زندگی تری افتاده بود نقش داشتم. میخواستم دوباره برگردم. میدانستم به محض پا گذاشتن به دنیای او زندگیم تا ابد تغییر خواهد کرد. و درست فکر کرده بودم. وقت امتحان مجدد بود. بعید میدانستم پلیس از زیر نظر داشتن من خسته شده باشد تمام بعد از ظهر در هزار توی بوته ها راه رفتم بعد پیاده راه افتادم تا رسیدم به فضایی باز و وسیع هر چند دقیقه برمیگشتم و پشتم را نگاه میکردم هیچ کس هیچ کس نبود برای اطمینان هشت کیلومتر تا شهر بعدی پیاده رفتم و آنجا سوار اتوبوس شدم تعجب کردم از اینکه دیدم باغچه جلوی مخفیگاه هومه دیگر مرتب نیست استیشن هم دیگر وجود نداشت پردهها کیپ کشیده شده بودند انگار خانواده عادی و خوبی که تظاهر می کردند، هستند به خاک سیاه نشسته بود. به محض ورودم به حیات در باز شد. احتمالا هری مرا از پنجره دیده بود. زود باش بیا تو. با عجله وارد شدم و هری در را پشت سرم قفل کرد. پرسیدم اینجاست؟ نه خیر. تشریف ندارن. اگرم دلش نمیخواد که یک گلوله تو سرش خالی کنم بهتر دورو بر من آفتابی نشه. هری را تا پذیرایی دنبال کردم. ولو شد روی کاناپه. من هم ولو شدم. مارتی برادر تو مغناطیس توجهه. نمیتونم جلوش رو بگیرم. تاوانی نابود شد همه چیز از بین رفت رویای من همش به باد فنا رفت تری گن زد بهش اون میخواد معروف بشه درست نمیگم؟ به تمام نصیحت هایی که بهش کردم پشت کرد فکر میکردم مثل پسرم میمونه ولی پسر آدم اینجوری نمیشاشه تو صورت باباش ببین من بچه ندارم ولی وقتی بچه داری ازش انتظار هموم طلایی نداری چند سال اول آره ولی بعدش دیگه گارد نداری تازه ببین واسه چی گنزد به همه چیز داره به ورزشکارا حمله میکنه فوتبالیستا دلالا حتی ازشون دزدی هم نمیکنه همینجور بیدلیل دلیل میزنه جرواجرشون میکنه آخه چه پولی تو این کار هست تازه خبرداری تو روزنامه ها می تمام این کارا زیر سر دار و دستشه دار و دسته من نه دار و دسته اون مال اون نیست مال منه من لنتی قبول درسته که میخواستم ناشناس بمونیم ولی هممون باید ناشناس میموندیم و اگه نمیتونیم من اعتباری رو که لیاقتمه میخوام اما الان دیگه خیلی دیر شده روی من سایه انداخته حالا خلافکارای قدیم فکر میکنن من واسه اون کار میکنم. یه چک بزنن تو صورت آدم بهتره یا این؟ خجالت آوره. ولی من یه نقشه دارم. کمک تو رو لازم دارم. بیا اینجا. میخوام یه چیزی نشونت بدم. هری بلند شد و لنگ لنگان راه افتاد طرف اتاق خواب. دنبالش رفتم تو. اولین باری بود که وارد اتاق خواب هری می شدم. به جز یک تخت چیز دیگری در اتاق نبود. رسما هیچی. حتی در اتاق خودش هم ناشناس بود. دستش را کرد زیر تشک و یک دسته کلفت کاغذ درآورد. فکر می کردم شاید تاوانی دموکراتیک ناشناس تبهکاری یه چیز ویژه برای دنیا داشته باشه. ولی الان می بینم که از همون اول محکوم به فنا بوده. قرار نبود جواب بده. نمیشه به طبیعت انسان کمک کرد. مردم فکر میکنن برای رشد به چراغ صحنه احتیاج دارد. هیچ کس تحمل گمنامی نداره. حالا این نقشه دومه. چیزی که نزدیک ده سال روش کار کردم. چیزی که کسی تا حالا انجامش نداده. به فکر هیچ کس نرسیده. این میراث منه. ولی من به کمک احتیاج دارم. تنهایی نمیتونم. تو هم باید باشی. با دسته کاغذ کوبید به سینم. این چیه؟ پسرم، این اثر هنری منه. کتاب راهنمای تبهکاری. هر چیزی تو عمرم یاد گرفتم. اینجا نوشتم. این قرار یک کتاب بشه. کتاب مرجع. من یک کتاب مرجع راجب به جرم و جنایت نوشتم. یه اثر معتبر و کامل. مجموعه دست نوشته ها را گرفتم و اتفاقی یک صفحه را بیرون کشیدم. آدم روبایی. اگر رسانه ها بویی از داستان ببرند بیچاره اید. اگر قربانی را اشتباه انتخاب کرده باشید. هرگز آدم جوان و جذاب ندزدید. آخرین چیزی که یک آدم ربا لازم دارد فریاد اعتراض مردم است. یک جای مناسب برای قایم کردن قربانی ها پیدا کنید. از وسوسه استفاده از هتل دوری کنید هر آن ممکن است قربانی فرار کند حتی برای سفارش حوله جدید یا درخواست نظافت اتاق هم به او فرصت ندهید همینطور که میبینی مارتی باید این افکار رو بست بدم و فصل بندی کنم یک صفحه دیگر درآوردم. بسوز عزیزم بسوز تو و آتش افروزی همه دوست دارند آتش تماشا کنند حتی خود تو از وسوسه پرهیز کن بعد از اینکه ساختمانی را آتش زدی از یک گوشه سرک نکش تا حریق را تحسین کنی این یک تله همیشگی است بیشتر آتش افروزها چند متر دورتر از صحنه جنایت دستگیر شدند و پلیس همیشه دنبال آدم های مشکوکی است که یک گوشه ایستادند و به بقیه میگویند آتیش گرفتاره شاهکارش را روی تکه های کاغذ نوشته بود پشت رسیدها روی دستمال کاغذی، دستمال حولهی، روزنامه، کاغذ توالت و کاغذ کلاسور. صفحات پر بود از دستورل عملها و نمودارها و نگاره و افکار و تعملات و زربون و گزینگویه ها درباره تمام جوانب محتمل زندگی خلافکارانه. هر اندیشه ای عنوانی داشت که زیرش خط کشیده شده بود. تنها کمک برای کسی که ممکن بود بخواهد نظمی به این آشفتگی بدهد. دزدی از منزل اول مطمئن شوید صاحبخانه مدتی طولانی از منزلش خارج شده و بعد وارد خانه شوید. سری باشید. نیستید تا عنوان کتابهای کتاب های کتابخانه را ببینید. درسته که کتاب های بیشماری درباره جرم و جنایت نوشته شده. ولی این کتابا یا تحقیقات جامعه شناسانن یا کمک حالی برای جرم شناسا و پلیسا. عموما برای مبارزه با جرم. هیچ کتابی به قلم و برای یک مجرم نوشته نشده ها را چپان داخل یک کوله پشتی و بغلش گرفت و مثل یک نوزاد تکانش داد من اینو میسپرم به تو کوله پشتی را گرفتم سنگین بود وزن معنای زندگی هری من این کار رو برای پول نمی کنم. بنابراین سودش رو با تو نصف می کنم تمام و کمال. اما هری من مطمئن نیستم که می خوام این کار رو بکنم یا نه. به من مربوط نیست می یا نمی من می خوام دانشم رو انتشار بدم. می خوام قبل از مرگم همه ازش مطلع بشن. وگرنه که زندگیم هیچو پوچ میشه. اگه فکر پولشی اون پنجاه درصدی رو که گفتم بیخیال شو. تمامش مال خودت. برا مهم نیست. واقعا نیست. بیا. دوید طرف تخت و یک بالش برداشت و انقدر تکانش داد که از توی روبالشی پول سرازیر شد روی زمین. پای سالمش را خم کرد و لیلی کنان دور اتاق چرخید و پولها را برداشت. نقد میخوای؟ میخوای پیرهنم رو هم بدم؟ قلبم رو میخوای از تو سینه در بیارم و تقدیمت کنم؟ هرچی بگی بهت میدم. فقط تو رو خدا کمکم کن. کمکم کن. پولها را کرد توی صورتم. چطور می توانستم پیشنهادش را رد کنم؟ پول و اثر هنریش را گرفتم ولی فکر کردم همیشه وقت خواهم داشت نظرم را عوض کنم. همان شب در انباری پدرم با حیرت خرچنگ قورباغه های هری را خواندم. بعضی یادداشت‌ها کوتاه بودند و معلوم بود که موقع نوشتنشان یک مشت احمق را مد نظر داشته. ماشین دزدی. اگر فقط بلدید ماشین اتوماتیک برانید، ماشین دنده‌ای ندزدید. بقیه عمیق‌تر بودند. و نه تنها بر چگونگی اجرای عمل مجرمانه تمرکز داشتند بلکه شامل بینش های روانشناسانه درباره قربانی مورد نظر هم میشدند. شدند. کیفقاپی آماده باشید. برعکس چیزی که عقل سلیم به شما میگوید مردم حاضرند به خاطر دو دلاری که از کیفشان دزدیدید جانشان را به خطر بیاندازند و اگر کیف در روز روشن اتفاق بیفتد بدتر عصبانی می شوند. جسارت سارقی که در زل آفتاب دست به سرقت میزند، چنان تحریکشان می کند که مثل قهرمان فیلم های اکشن به شما حمله می کنند. حتی اگر چاقو یا تفنگ دستتان باشد. زمنن درد سر باطل کردن کارت اعتباری و گرفتن المصنای گواهی نامه چنان برای اکثریت مردم غیر قابل تحمل است که حاضرند برای اجتناب از آن جانشان را بدهند. به نظرشان مرگ تدریجی و دردناک بر اثر جراحت چاقو بی نهایت لذت بخشتر است، از سر و کله زدن با بروکراسی اداره راهنمایی و رانندگی برای همین باید به ورزیدگی دونده استقامت باشید یا زباله بود یا درخشان و نمی توانستم از هم تشخیصشان بدهم از پشت میز بلند شدم تا کمی استراحت کنم ولی متوجه شدم هنوز روی نوشته های هری دلا شدم و بیقرار به خواندن ادامه میدم. یک چیزی در این جنون بود که دیوانم می کرد. به نظرم الگویی در حال شکل گرفتن بود. پدرم یک زندان ساخت و تری تحت تاثیر زندانی که در زندان ساخت پدرم ملاقات کرد تبدیل به یک جنایتکار شد و من شاید نقش من همین بود شاید این کتاب چیزی بود که بالاخره می توانستم زندگیم را با آن معنا ببخشم چیزی که می توانستم همراه خودم به کوره سرد و متروک مرگ ببرم. نمی توانستم خودم را کنار بکشم. صفحات مثل نور منعکس شده بر سکه ته یک استخر مرا به خود جذب می کردن. میدانستم باید شیرجه بزنم تا ببینم سکه با ارزش است یا یک تکه آلمینیوم فویل که باد توی استخر انداخته سیگار روشن کردم و ایستادم جلوی در و آسمان را تماشا کردم شبی تاریک بود و تنها سه ستاره دیده میشد که هیچ کدام هم مشهور نبودند. دستم را در جیبم فرو بردم و دسته های اسکناس را لمس کردم. بعد از تمام آن منبرهایی که درباره جرم و جنایت برای تری رفته بودم چطور می توانستم چنین کاری بکنم؟ این کار دورویی نبود حالا اگر دورویی هم بود چه درو بودن خیلی چیز وحشتناکیست است دورویی نشانه انعطاف شخصیت نیست اگر روی اصول خودت پافشاری کنی تبدیل نمیشوی به آدمی خشک با ذهنی بسته بله من اصول دارم ولی خب که چه؟ یعنی نباید تا آخر عمر هیچ انعطافی از خودم نشان بدهم؟ من اصولم را ناخداگاه انتخاب کردم تا سلوکم را راه بری کنند ولی آدم نمیتواند ذهن خداگاهش را وادار کند بر ناخداگاهش فایق بیاید؟ اصلا این وسط رئیس کیست؟ میتوانم به خود جوانم اعتماد کنم که یک سری معیار را تا آخر عمر به من دیکته کند؟ این احتمال وجود ندارد که درباره همه چیز اشتباه کرده باشم؟ چرا باید خود را پایبند افکار مغزم کنم؟ همین الان فقط به خاطر پول مشغول فلسفه بافی نیستم؟ برای چه فلسفه بافی نکنم؟ مگر ذهن منطقی ارمغان تکامل نیست؟ اگر مرغ ذهن منطقی داشت خوشحالتر نبود؟ آن موقع میتوانست به آدم بگوید ممکنه لطفاً دیگه سرم رو قطع نکنی تا ببینی بدون سرم میتونم بدوم یا نه؟ این کار چه مدت دیگه میخواد سرتو گرم کنه؟ سرم را مالش دادم احساس کردم میگرنی اگزیستانسیالیستی در راه است. یک چشم بند واقعی. در تاریکی جاده راه افتادم طرف شهر. درگیر شدن با چیزی بزرگتر از خودم حس خوبی داشت. چراغ‌های شهر یکی یکی خاموش می شدند. زده نور زندان را بر فراز تپه می دیدم عظیم و بیتناسب بود. مثل سر سنگی بزرگ بوتی که مدتها پیش مرده بود و روی صخره فرسوده میشد. بلند پرسیدم چرا نمیتونم کاری رو که دوست دارم بکنم؟ چی جلومو میگیره؟ تودهی به بزرگی یک موش در گلویم حس کردم. اولین بار بود که چنین سخت گیرانه از خودم سوال می کردم و به نظرم می آمد این سوال را کسی بزرگتر از خودم هجی می کند. به بلند پرسیدن ادامه دادم. مردم زیادی به خودشون اعتماد دارند. به چیزی که به نظرشون حقیقته اجازه میدن به زندگیشون حکمرانی کنه و اگه من دست به کار بشم تا راهی پیدا کنم زندگیم تحت کنترل خودم باشه بالاخره کنترل از دستم خارج میشه چون چیزی که برای اون عزم کردم حقیقت شخصی خودم بالاخره تبدیل به حکم فرما میشه و من بدل میشم به خدمت کارش و چطور میتونم آزادانه تکامل پیدا کنم وقتی خودم رو به دست یک حکمران سپردم هر حکمرانی حتی اگه اون حکمران خودم باشم از حرف های خودم ترسیدم چون کم کم داشتم معانی زمنیشان را درک می کردم. رو به هیچ کس به شب گفتم بی قانونی بی هدفی هر و مرج سرگشتگی گمگشتگی داشتم یاوه می بافتم سرم زغزغ می کرد. به افکاری فکر می کردم که باعث زغزغ می شوند. افکار بزرگی بودند واقعا چاق و چله. یک سیگار نصفه روی زمین پیدا کردم. برش داشتم. در دستم حسی قدرتمند داشت مثل مشعل المپیک. روشنش کردم و در شهر قدم زدم. سرد بود. دستانم را گذاشتم زیر بغلم و روی زمین پا کوبیدم تا گرم شوم. این کتاب هری اولین گام بود در انقلاب بینامی که داشت شکل می گرفت و من به خاطر برتری ذهنم انتخاب شده بودم. میخواستم بدون عذاب وجدان خودم را ستایش کنم. میخواستم مغزم را ببوسم. احساس میکردم چند هزار ساله هستم. احساس میکردم از خاک پیرترم. قدرت کلمات و ایدهها بر من چیره شده بود. به پدر اولم فکر کردم پدر شماره یک توی لهستان به جنونش فکر کردم با صدای بلند رو به یک درخت فریاد زدم من میمیرم چون موجودی هستم با تاریخ مصرف من میمیرم چون یک انسانم و کار انسان همین است فرو می پاشد، فاسد می شود، ناپدید می شود. فقط خیابان اصلی شهر ما چراغ داشت و کوچه های منتهی به آن و منشعب از آن به امان ماه و ستارگان رها شده بودند. و وقتی هیچ کدام حضور نداشتند ظلمات اندر ظلمات بود. درختان در بادی که از غرب میوزید تکان میخوردند. روی ایوان خانه ای نشستم و منتظر ماندم. برای چی؟ برای چی نه؟ برای کی؟ خانه کارولین بود. ناگهان به این نتیجه رسیدم آدم های رومانتیک قد خر شعور ندارند. هیچ چیز جالب و خوبی در عشق یک طرفه وجود ندارد به نظرم کسافت است کسافت مطلق عشق به کسی که پاسخ احساساتت را نمیدهد ممکن است در کتابها هیجانانگیز باشد ولی در واقعیت به شکل غیر قابل تحملی خسته کننده است بهت میگویم چه چیزی هیجان انگیز است شبهای پرشور ولی نشستن روی ایوان خانه زنی خواب که رویای تو را نمی بیند دیر گذر است و غمناک منتظر کارولین ماندم تا بیاید ایوان و دستانش را دورم حلقه کند فکر می کردم ذهنم چنان قدرتی دارد که میتواند او را بیدار کند و بیاورد کنار پنجره. ایده هایم را به او خواهم گفت و بالاخره خود واقعیم را خواهد شناخت. فکر می کردم خودم به خوبی ذهنم هستم و او شیفته هر دو خواهد شد. قیافه و هیکلم را که هیچ کدام مالی نبود فراموش کرده بودم رفتم سمت پنجره و تصویر خودم را در شیشه دیدم و نظرم تغییر کرد راه افتادم طرف خانه این بیداری من بود جسپر هری هری بیچاره خیلی خیلی برایم اهمیت داشت یک ذهن رها و بیحد و مرز تا قبل از آشنایی با او تمام ذهنهایی که می محدود بودند وحشتناک محدود آزادی ذهن هری آدم را سر ذوق می آورد. ذهنی که مطلقا با خودش رو راست بود و با بخار خودش کار میکرد تا به آن روز ذهنی بی زمان ندیده بودم. ذهنی تا این حد سرسخت در مقابل تاثیرات محیط پیرامون. برگشتم خانه و دوباره مشغول نوشته های هری شدم. به شکلی باور نکردنی مسخره و احمقانه بودند. این کتاب، کتاب راهنمای تبهکاری یک نابه بود. نباید وجود می داشت. نمی توانست وجود داشته باشد. برای همین باید کمک می کردم متولدش کنم. مجبور بودم. کتاب را به دو بخش عمده تقسیم کردم جنایت و مکافات بعد هر کدام از این بخش ها را فصل بندی کردم و برای هر فصل نمایه ها و پانوشت های متعدد گذاشتم درست مثل یک کتاب مرجع کاملا به متن هری وفادار ماندم پیش می آمد که موقع تایپ کردن به قسمتی می رسیدم که باعث می شد از ته دل قهقه قه بزنم. جملاتش بهتاور بودند. در مغزم حک می شدند. درباره دزدی از خانه وقتی وارد شدید سری و روشمند عمل کنید. دستکش بپوشید و تحت هیچ شرایطی درشان نیاورید باور نمیکنید چند دوز دستکششان را برای پاک کردن دماغشان درآوردند؟ نمیتوانم بیش از این روی این قضیه تاکید کنم هیچ جا اثر انگشت باقی نگذارید حتی توی دماغتان کلمه به کلمه اینها را تایپ کردم هیچ چیز را جا نینداختم تمام مدت نخوابیدم یک جور الکتریسیته در تنم جریان داشت نمیتوانستم خاموشش کنم این هم یکی دیگر که یادم مانده درباره رشوه وقتی میخواهید به ماموران قانون رشوه بدهید یک راه معمول این است که پول را جلوی مامور مورد نظر بیاندازید روی زمین و از او بپرسید این از دست شما افتاد؟ این کار خطرناک است چون ممکن است معمور بگوید بله ممنون و بعد پول را بگذارد جیبش و شما را دستگیر کند. از آنجایی که هیچ کدام از ترفندهای رشوه دادن قابل اعتماد نیستند پیشنهاد می کنم بروید طرفشان و بگویید رشوه قبول می کنی یا نه؟ اینجوری اگر قبول نکند و شما را به جرم تلاش برای رشوه دادن به مأمور قانون دستگیر کند می توانید اینگونه از خودتان دفاع کنید. من پیشنهاد رشوه ندادم. واقعا هم ندادید. شما قصد داشتید صداقت کسی را که میخواسته دستگیرتان کند امتحان کنید و قصد داشتید ببینید معمور مورد نظر درست یا نه؟ منطقش درست بود. حتی عنوان بخش ها رود برم می کرد. جنایات بی انگیزه. چرا؟ سرقت مسلحانه. خنده در مسیر برگشت از بانک. جنایت و مد. کلاه دوچشمی همیشه روی سر. پلیس و شما. چطور یک پلیس فاسد را از روی کفشش شناسایی کنید در فصل جیب بوری خلافی سمیمی جمله‌ای بود به این شهر. اگر مجبورید زیب پش را باز کنید چیزی که با آن طرف هستید جیب نیست. فورا دستتان را در بیاورید. می توانید از این حرف ایراد بگیرید؟ نه نمی توانید. چند عنوان دیگر هم یادم مانده. تهاجم کبود کردن دشمنانتان. تقصیر پاپوش درست کردن برای دوستانتان. قتل اوپس فرار از زندان قدم بزنید ندوید عشق خبرچین واقعی جنایت به خاطر غیرت قتل از روی بیفکری جنایت به خاطر انحراف جنسی فقط برای عاشقان کتاب قطور و جامعی بود هیچ چیز را جا نینداخته بود هیچ جنایتی جزئی نبود بخش سیزده به همینها اختصاص داشت جنه ها و دیگر جنایات غیر انتفاعی. رد شدن بی محابا از خیابان، یللی تلری کردن، دیوار نویسی، آشغال ریختن، ماشین دزدی برای ویراج و برهنگی در اماکن عمومی. وقتی هری گفت کارش جامعه است، شوخی نمی کرد. کله سحر از خانه زدم بیرون سرم پر از افکار در هم و بر هم بود آیا هری این کتاب دیوانوار را منتشر خواهد کرد چطوری واکنش مردم چه خواهد بود جلوی در خانه آتشی روشن بود و کنارش چهار خبرنگار اردو زده بودند کی رسیده بودند تنم مرمور شد حضورشان ممکن بود سه معنا داشته باشد یا تری جنایت دیگری مرتکب شده بود یا دستگیر شده بود و یا مرده بود میخواستم تکانشان بدهم و از آنها بپرسم کدام یک از اینها اتفاق افتاده ولی جرأت نکردم صلاح نبود وقتی در راه خانه هری بودم چنین کاری بکنم. به اندازه تری تحت تعقیب نبود درست ولی تمام فراری ها عین هم هستند. گذاشتم خبرنگارها بخوابند و برایشان کابوس آرزو کردم و رفتم سمت ایستگاه اتوبوس. پشت سرم صدای پا شنیدم. صورتم جمع شد. انتظار پلیس یا گله خبرنگارها را داشتم. هیچ کدام. مادرم بود. پا به با یک لباس خواب. حالتش جوری بود انگار ده ها سال است نخوابیده. او هم احتمالا یواشکی از کنار خبرنگارها گذشته بود. این وقت صبح کجا میری؟ داری میری پیش تری؟ نه مامان. من نمیدونم تری کجاست. بازویم را گرفت. چیز وحشتناکی در چشمانش دیدم. انگار می‌گریستند و بدنش را از نمک و تمام مواد معدنی ضروری پاک می‌کردند. بیماریش داشت تلفات می گرفت. لاغر شده بود. پیر شده بود. محزون گفت باز یه قتل دیگه. تو رادیو گفت این دفعه یه بازیکن کریکت سرش له شده بوده و چوب کریکت رو هم کرده بودن تو حلقش. میگن کار برادرت بوده. چرا؟ چرا میگن کار اون بوده؟ برای اینکه احتمالا کار اون بوده. محکم به صورتم سیلی زد. نگو این دروغه. تری رو پیدا کن و بهش بگو بره پیش پلیس. اگه خودش رو قایم کنه همه فکر میکنن مجرمه. وقتی هنوز داشت دیوانوار و راجی میکرد اتوبوس رسید. اگه هم نتونستی تری رو پیدا کنی تو رو به خدا همزادش رو پیدا کن. سوار اتوبوس شدم و روی یک صندلی نشستم. وقتی راه افتاد از پنجره مادرم را نگاه کردم. یک دستش به درخت بود و با دست دیگرش شن را از کف پایش پاک می گرد. وقتی به خانه هری رسیدم دیدم دارد از پنجره به من چشم قره می رود. وارد که شدم با تمام وجود دلم می بغلش کنم. ولی مقاومت کردم. هری توی صورتم داد زد. اینجا چه غلطی می کنی؟ امیدوار بودم تا کار رو تموم نکردی نبینمت. نظرت عوض شده مگه نه؟ عوضی خائن وجدانت بهت حمله کرده گورتو گم کن و برو یه صومعه هممال درو در حالی که در برابر خندیدن مقاومت می کردم متن را از کول پشتی قهوهی درآوردم و جلوی صورتش تکان دادم چشمانش گرد شد این این خندم را دیگر نمیشد جمع کرد منفجر شد به این سرعت با کلمات جالبی سر و کار داشتم هری شیرجه زد سمت متن و با هیجان شروع کرد ورق زدن وقتی به انتها رسید دوباره برگشت صفحه اول یک مدت ایستادم تا اینکه متوجه شدم میخواهد دوباره تا آخر بخواند. رفتم حیات پشتی که غرق آفتاب بود. استخر بدل شده بود به مردابی متعفن و بزرگ. علف هرز همه جا را پوشانده بود. میله سندلی های راحتی زنگ زده بود. روی یکیشان دراز کشیدم و آسمان را نگاه کردم. ابرهایی شبیه شکمهای حامله در آن شناور بودند پلکهایم بسته شدند و آهسته به عالم خواب قلتیدم قبل از اینکه کاملا خوابم ببرد به نظرم آمد هری را دیدم که در یکی از ابرها پنهان شده دیدمش که هر بار هواپیمایی رد میشد حجاب نرم و پفدار را بر صورتش می کشید. بعد خوابم برد. خیس عرق از خواب بیدار شدم. خورشید عملا رویم نشسته بود. به زور چشمانم را در نور کور کننده باز کردم و ضد نور سر حری را دیدم. عظیم به نظرم آمد. وقتی به درون سایه خم شد دیدم چشمانش برق میزنند. نشست لبه سندلیم و تنگ در آغوشم گرفت و تمام صورتم را بوسه باران کرد. حتی لبم را هم بوسید که نفرت انگیز بود ولی میدانستم منظوری نداشته و از فرط خوشحالی این کار را کرده. تو خدمت بزرگی به من کردی مارتی. تا عمر دارم فراموش نمی کنم. گفتم باز یه حمله دیگه هری. آره تو رادیو شنیدم عوضی نفهم خبری ازش نداری؟ حدس نمیزنی کجاست؟ هری غمگین تکان داد. اونی آدم مشهور دوزاری شده. دیگه نمیتونه از دست پاسبونا فرار کنه. آدمای مشهور فراری خوبی نمیشن. فکر میکنی اگه دستگیرش کنن هیچ کاری نمیکنه؟ گفت محاله. و بعد متن را برداشت و جوری نوازشش کرد انگار که یک ران است. بی خیال. بیا به خودمون حرف بزنی. پیدا کردن ناشر کار راحتی نبود. نه فقط به خاطر موضوع جنجال برانگیز کتاب. هری یک فراری بود. اگر با متنی که هر گوشش اسم هری نوشته شده بود میرفتیم سراغ ناشر چیزی بیشتر از یک رد خشک و خالی انتظارمان را میکشید ممکن بود یکی از ناشران زنگ بزند پلیس رد زب در دو بعد از کلی جدل بالاخره توانستم هری را متقاعد کنم تا لحظه آخر هویتش را پنهان نگه داریم. قرار شد تا زمان چاپ اسم نویسنده نامشخص باشد ولی هری هنوز اصرار داشت با من بیاید و ناشری انتخاب کند که لیاقت چاپ اثرش را داشته باشد. به نظر ممکن نبود. او تحت تعقیب بود حالا نه به اندازه تری ولی پلیس به خاطر اینکه رسانه ها عاشق یک جانی فراری نیستند از دستگیریش صرف نظر نمی کند. مهمتر از همه این که اوضاع پای هری به قدری خراب بود که نمی توانست راه برود. متاسفانه هر کار کردم نتوانستم از پیگیری چاپ میراسش منصرفش کنم. برایش حیاتی تر از آن بود که قادر باشد آن را به دستان بی تجربه من بسپارد. روز بعد رفتیم بیرون. با آن پای لنگ و ریش کم پشت شبیه یک کشتی شکسته شده بود. بهش پیشنهاد داده بودم صورتش را اصلاح کند تا قیافه قابل ارزه تری پیدا کند. ولی پایش را در یک کفش کرد و گفت نویسنده ها همیشه در اجتماع وصله ناجورند و به نفع امان است این شکلی باشد. با اینکه هوا گرم بود یک کت کهنه تنش کرد و یک شاتگان هم که لولش را اره کرده بود در جیبش گذاشت. هیچی نگفتم. پس بیا بریم. خودم را به عنوان چوب زیر بغل انسانی به او عرضه کردم و او هم با کلی معذرت خواهی تمام وزنش را انداخت رویم. احساس می کردم یک جنازه خرکش می کنم. ساختمان اولین ناشر جوری بود که آدم فکر می کرد وارد شدن بهش ورودیه میخواهد. داخلش هم پر از آینه بود تا بهت ثابت کند یک ولگرد شلخت بیش نیستی. سوار آسانسور رفتیم طبقه بیستم. همراه دو کت که دو مرد در آنها به تله افتاده بودند. تمام دفاتر طبقه بیستم متعلق به ناشر بود. بخش فوقانی سرمنشی پرسید وقت ملاقات داری یا نه. وقتی منمن من کنان گفتیم نه آن بخش کوچکی که از صورتش می دیدیم لبخندی سنگ دلانه زد. با لحنی که جلوی هر نوع چانه زدنی را میگرفت گفت ایشون امروز سرشون خیلی شلوغه. فرصت ندارن شما رو ببینن. هری کار خودش را کرد. اینجا رو ببینی این یکی از اون فرصت که شما به خاطرش خودتون رو به آب و آتیش می زنین. مثل همون ناشری که اون کتاب معروف و رد کرد. همون کتاب که یه میلیارد نسخه فروخت. اسم اون کتاب چی بود مارتین؟ همونی که رد شد و بعد یه میلیارد نسخه فروخت. نمیدانستم. ولی فکر کردم بهتر است وارد بازی شوم. با اسم بردن از پر فروش ترین کتاب تاریخ وارد گفتگویشان شدم. انجیل نسخه شاه جیمز. آره یا خودشه انجیل. منشی اجازه نمیده هواری داخل بشه، حتی اگه یه معدن طلا دستش باشه. منشی آهی کشید و گفت: "امان از دست شما." بعد نگاهی به دفتر ملاقات ها انداخت. آخر روزی قرار ملاقات دارند. اگه زود تموم شد، میتونین پنج دقیقه ای ببینینشون. هری چشمک زد و گفت خیلی هم خوب بانوی مهربان. کمکش کردم روی صندلی اتاق انتظار بنشیند. صبر کردیم. هری می لرزید و دستانش را فرو برده بود داخل کتش. وحشت برم داشت چون میدانستم آنجا چه دارد. دندانهایش را جوری قفل کرده بود انگار کسی دوازده ساعت پیش از او خواسته بود برای عکس لبخند بزند ولی هنوز دگمه دوربین را نزده بود. پرسیدم حالت خوبه؟ قشنگ معلوم بود پارانویایش فیوز پرانده. چشمانش در حدق میچرخید و سرش از در به سالن و برعکس در نوسان بود. وقت ناهار دیدم هری انگشتانش را در گوشش فرو برده. وقتی دلیلش را پرسیدم زیر لب یک چیزی درباره سر و صدا گفت. من هیچ صدایی نمیشنیدم. هنوز یک ثانیه هم نگذشته بود که صدای بلندی شنیدم. سرم را بالا آوردم و از لای یکی از درها دیدم مرد جوانی دارد با لگد دخل یک ماشین فتوکپی را می آورد. با ناباوری هری را نگاه کردم و یادم آمد وقتی با تری به زندان رفتیم تا ملاقاتش کنیم. به ما گفت ذهن جنایتکارهای هرفهی قابلیت تلپاتی پیدا می کند. گفت پارانویای دراز مدت موجب ادراکات فراحسی می شود. چیزی شبیه این. یعنی حقیقت داشت؟ آن موقع حرفش را جدی نگرفتم ولی حالا نمیدانستم چه فکری بکنم. چهره هری را با دقت نگاه کردم با رضایت نامحسوس سرتکان داد. ساعت پنج دقیقه به پنج ما را به دفتر ناشر راهنمایی کردند. همه چیز آنجا باعث می شد آدم احساس حقارت و بی اهمیتی کند. بزرگ بود و آرام و خنک و تازه فرش شده. به جای پنجره یک دیوار شیشه ای داشت. انگار یکی به ناشر گفته بود اگر لبخند بزند هر چرا که تا حالا به دست آورده از دست خواهد داد. گفت تو یه کتاب نوشتی. منم کتاب چاپ می کنم. فکر می کنی عقد ما رو تو آسمونا بستن. از این خبرا نیست. باید چیزی نوشته باشی که شگفت زدم کنه. اتفاقی که خیلی کم میافته. هری از او خواست جلوی ما یک نگاهی به آن بیاندازد. ناشر بدون اینکه لبخند بزند خندید. هری درباره فرصت‌های طلایی از دست رفته گفت که به قلب مردم راه پیدا کردند. همانی که در جیب کتش بود. ناشر متن را برداشت و شروع کرد ورق زدن. جوری نشنش می کرد انگار سگش را صدا میزد. رفت سمت دیوار شیشه ای و تکیه داد بهش و به خواندن ادامه داد. نگران بودم شیشه بشکند و پرت شود وسط خیابان. بعد از یک دقیقه مطر را جوری که انگار نجس است پرت کرد طرف ما. این شوخی دیگه بهتون اطمینان میدم که نیست. منتشر کردن این کتاب دیوونگی محضه. شما دارین به مردم یاد میدین چطوری قانون شکنی کنن. هری از من پرسید چرا داره به من میگه کتابم راجع به چیه؟ شانه بالا انداختم. ناشر سرمان داد زد. برین بیرون قبل از اینکه زنگ بزنم پلیس در آسانسور هری از خش میلرزید زیر لب گفت اولاق حال من هم به اندازه خودش گرفته شده بود ولی با اینکه چیز زیادی از دنیای نشر نمیدانستم سعی کردم حالیش کنم باید انتظار دست رد خوردن را داشته باشی. طبیعیه. واقعا انتظار داشتی همون اولین جا عاشقش بشن؟ آسانسور در طبقه دوم متوقف شد. هری سرم داد زد. واسه چی واسدادیم؟ در باز شد و مردی آمد تو. هری داد زد. زورت میاد یه طبقه رو پیاده بری پایین؟ و مرد قبل از بسته شدن در پرید بیرون. در خیابان تاکسی گیر نمی آمد. ولگشتن در خیابان با یک فراری تحت تعقیب کار نبود. ولی هیچ کدام نمی توانستیم صرفاً با آرزو کردن یک تاکسی ظاهر کنیم. زمزمه کرد لو رفتیم چی؟ دنبال من کی؟ همشون غیر قابل کنترل شده بود میخواست پشتم قایم شود ولی جمعیت همه جا بود مثل کوسه دورم میچرخید تلاش مذبوحانش برای مشکوک نبودن باعث می شد بیشتر توجه جلب کند. جیغ زد اوناهاش و هلم داد وسط ترافیک توی یک تاکسی. وقتی داشتیم میپریدیم تو ماشین ها همینطور بوغ میزدند. بعد از این ماجرا به هری قاطعانه گفتم دیگر نباید از خانه برود بیرون. رک بهش گفتم اگر بخواهد دنبالم راه بیفتد دیگر کمکش نمی دعوا و مرافعه راه انداخت ولی ضعیف ظاهر شد. همین اتفاق آخر چهرش را هفته سال پیرتر کرد. خودش که نمیدید. هفته های بعد مثل کابوس گذشت از این دفتر به آن دفتر می رفتم بی آنکه چیزی یادم بماند همه شبیه هم بودند نمیتوانستم با سکوتشان کنار بیایم همه زمزمه میکردند و نوک پا راه می رفتند اگر صدای تلفن نمی آمد فکر میکردی گذارت اشتباهی به معبدی مقدس افتاده. تمام منشیها ها پوزخند تحقیرامیز می زدند. گاهی در سالن انتظار کنار بقیه نویسنده ها می نشستم. آنها هم شبیه هم بودند. از خودشان ترس و افسردگی ساطع می کردند. و چنان گرسنه به نظر می آمدند که فکر می کردم حاضرند مالکیت بچهشان را هم به خاطر یک آب نبات بفروشند. بدبخت های فلک زده. در یکی از انتشاراتی ها که دو روز پیاپی پی منتظر نشسته بودم بیان که افتخار ملاقات با شاه را پیدا کنم، برای وقت گذرانی کتاب نویسنده ای را گرفتم و مال خودم را به او دادم. داستان او در یک شهر کوچک میگذشت و درباره یک پزشک و یک معلم باردار بود که هر روز از کنار هم میگذشتند ولی خجالتی تر از آن بودند که به هم سلام کنند. غیر قابل تحمل بود. تقریبا تمام کتاب توصیف بود. وقتی در صفحه 85 لطف کرد و چند خط دیالوگ در دهان دو شخصیتش گذاشت، رو هم به پرواز درآمد. جلو نمی رفت. پدر آدم در می آمد تا از یک صفحه به صفحه بعد برود. ولی نویسنده کنارم نشسته بود و مجبور بودم محض رعایت ادب به خواندن ادامه بدهم. هر از گاهی نگاهی به هم میانداختیم تا ببینیم اوضاع از چه قرار است. بالاخره حدود ظهر رو کرد به من و گفت کتاب عجیب قریبیه تنزه به هیچ عنوان کتاب تو هم جالبه. شخصیت های کتابت لالن؟ به هیچ عنوان. متنها را به هم پس دادیم و ساعتمان را نگاه کردیم. هر روز صبح سوار اتوبوس می شدم و مسیر چهار ساعت تا سیدنی را تحمل می کردم و از این نشر به آن نشر می رفتم. بیشترشان توی صورتم میخندیدن. یکیشان مجبور شد از پشت میزش بلند شود تا این کار را بکند چون ازش خیلی فاصله داشتم. خیلی ناامید کننده بود. در زم ناشرها خوششان نمی آمد نام نویسنده تا روز چاپ مخفی بماند. مشکوک شده بودند. بعضیهاشان فکر می کردن این یک جور نقشه است تا به خاک سیاه بنشینند. محال است تا آخر عمرت به توانی چنین موجوداتی ببینی. یک مشت کاسه به زبان باز پارانوید بدون خلاقیت کندزه. کسانی که متن را جدی می گرفتند و فکر نمی کردند کلک یا حقه یا نقشه است بدترین چیزها را به من نسبت میدادند. فکر میکردند این کار فضاحت است و من هم که برای انتشار چنین چیزی دوره می گردم موجودی هستم آنارشیست و خطرناک و بیمسئولیت. قبل از اینکه پرتم کنند توی خیابان همه یک چیز می گفتند این کتاب هرگز منتشر نخواهد شد دست کم در طول زندگی آنها فکر کنم منظورشان این بود که به محض اینکه بمیرند دنیا و هر چه برایشان مهم است سر از چاه توالت در میآورد هری بد برداشت می کرد. دوچار تشنج می شد و متهمم می کرد به تنبلی و می گفت با بی گند می زنم به ملاقاتها. ها. به هم بر می خورد. برای عرضه کتاب او خودم را اسیر کرده بودم. ولی حقیقت این بود که آنها از کتاب خوششان نمی آمد نه از من. بعد از اینکه کتابش ده بار رد شد به جای اینکه به من فوش بدهد شروع کرد فهاشی کردن به صنعت چاپ استرالیا شاید باید ببریمش آمریکا الان آزادی بیان اونجا خیلی اهمیت داره اونا یه چیزی دارن به اسم حق آزادی مطبوعات زمانت اجرایی دارند ایده ها فرصت شکوفایی دارند اینجا صنعت نشر به بیاتی یک دور نون یه هفته مونده است این کشور کسافت به قدری محافظ کاره که دلت میخواد بالا بیاری عجیب نیست که هیچ کس نمیتونه چیزی چاپ کنه شاید درست میگفت شاید ناشران محلی می ترسیدند. پیشنهاد داد برایم یک بیلیت به مقصد نیویورک بگیرد ولی مخالفت کردم. نمیخواستم بروم نیویورک. نمی توانستم مادر مریضم را ترک کنم. همینطور تری را حالا هر جایی که بود. فکر می کردم تری آخر روزی به من احتیاج پیدا خواهد کرد شاید برای اینکه زندگیش را نجات بدهم باید دم دست می بودم کارولین بار چنین وظیفه ای را بر دوشش حس نمیکرد همراه لایونل در تاریک روشن شفق برای خداحافظی آمد در خانه خانهشان را فروخته بودند و داشتند از آنجا میرفتند. لایونل بغلم کرد و کارولین یک گوشه ایستاد و سرتکان داد. گفت من همین جور وانمیستم کشته شدن تری رو ببینم. در جوابش گفتم کسی هم ازت نخواسته. هرچند بهش فکر کرده بودم. باران ملایه می گرفت. او هم بغلم کرد هرچند فشارش آنقدر نبود که لازم داشتم. و وقتی تماشایش می کردم که پدر کورش را در شب راه نمایی می کند، احساس کردم به انسانیتم پشت پا زدم. وقتی در ظلمات ناپدید می شدند، فریاد زدم خداحافظ ولی انگار منظورم این بود که شما بروید من مرد نیستم هیچ چیز انسانی در وجود من نیست بزنید به چاک یک هفته بعد داشتم در خانه هری تلویزیون نگاه می کردم که تری زنگ زد هری بعد از اینکه حسابی گوشش را پر کرد گوشی را داد به من با هیجان پرسیدم چطوری چه خبر میگن تیر خوردی قوزک پا کی به قوزک پا شلیک میکنه نگران من نباش پسر یه دختره هست که با بتادین معجزه میکنه خستم همین وگرنه حالم خوبه معروف شدی با حال نیست؟ اما شهرت باعث میشه دستگیرت کنن میدونم پس میخوای چی کار کنی؟ ببین اولش خیلی با فکر این کار شروع نکردم ولی خیلی زود فهمیدم دارم کار مهمی می انجام میدم الان همه درست رفتار میکنن هیچ کس تقلب نمیکنه هیچ کس کسیف بازی نمی کنه. هیچ کس کلا سر کسی نمی هیچکس هیچ کس کسی رو نمی پیچونه. ورزش داره متحول میشه. دیگه الان همه اخلاق و جدی می گیرن. تو داری راجع به اخلاق حرف میزنی، تو یه قاتل خونسردی؟ به نظرم باید خودتو به پلیس معرفی کنی؟ خول شدی؟ من همینم وظیفهای که به عهدم گذاشته شده همینه کارولین برگشت خونه نفس تیزی کشید صدای راه رفتن تری را شنیدم بعد صدای کشیده شدن یک صندلی بعد شنیدم که نشست کجاست میدونه میتونی یه پیغام بهش بدی؟ دوباره رفت. باز نفس گرفت. این بار عمیق تر. سی ثانیه طول کشید دوباره بیرونش بدهد. یک قوطی باز کرد و بعد شاید صدای نوشیده شدن نصفش را شنیدم. هنوز حرف نمیزد. ظاهرا قیبت کارولین برایمان من سنگینتر از جنایت بود. پرسیدم. بالاخره تمومش میکنی یا نه؟ گوش کن مارتی. یه روزی همه اینا رو درک میکنی. روزی که به یه چیزی اعتقاد پیدا کنی. اوخ باید برم. پیتزا اومد. هی من اعتقاد به... تق گوشی را گذاشتم و لگت زدم به دیوار طبیعی است وقت عصبانیت فکر کنی قوانین فیزیک دیگر کارکرد ندارند و پای خشمگینت میتواند از آجر عبور کند پایم را میمالیدم و هرس میخوردم صدای پر از رضایت تری رفت روی اعصابم اصلا به من فرصت نداد بگویم به چیزی اعتقاد پیدا کردم من هم داشتم یک کار مهم می کردم نمی دانست به شکل مقاومت ناپذیری جذب کتاب هری شدم و تا من نباشم کتاب هم چاپ نخواهد شد از کجا میخواست بداند هنوز که نتوانسته بودم منتشرش کنم چرا نتوانسته بودم تری هر کاری که لازم بود برای کشتن ورزشکارها میکرد ولی آیا من هر کار لازم را برای انتشار کتاب میکردم این فکر اعصابم را خورد کرد اینکه چیزی را که باعث می شود آدم تا ته خط برود و برنگردد در وجودم ندارم. تری برای رسیدن به هدفش بیرحمی و لجاجت مطلق از خود نشان داده بود. و من هم می بایست همان لجاجت بیرحمانه را برای ادامه راهم بیوقفه به کار ببرم. وگرنه فقط یک دروی بی ارزش ترسوی دیگر بودم که حاضر نیست برای هدفش از خود مایه بگذارد. تصمیمی اساسی گرفتم. اگر ناشر بعدی کتاب را رد کرد من رد او را قبول نمی کنم. جواب نه از کسی نمی پذیرم. هرگز را به عنوان جواب قبول نمی کنم. برای چاپش اصرار می کنم و اگر اصرار به این معنا بود که ناشر را تا زمان پخش کتاب گروگان بگیرم حتما این کار را می کنم. توفنگ پیدا کردن کاری نداشت. فقط کافی بود یکی از کابینت های هری را باز کنم یا دستم را تا ته بکنم توی ظرف شکر تا دستم به یک نیمه اتوماتیک برسد. معلوم است که از تفنگ و ملحقاتش مثل زخم و مرگ بدم می آمد. ولی راستش دوست داشتم از یک فرمان دیگر ده فرمان سرپیچی کنم. خصوصا که احترامی برای پدرم قائل نبودم. نمی توانند مجبورت کنند در دو ابدیت عذاب بکشی. می توانند. شب قبل از برگشتن به خانه وقتی هری بعد از خوردن ودکا و قرص خواب قش کرد رفتم آشپزخانه و دستم را فرو کردم در ظرف شکر دور هفت تیر نوچی که بیرون آمد شکرک زده بود. تفنگ را تکاندم توی یک استکان چای و بعد چای را نوشیدم. مزه تفنگ میداد. روز بعد وقتی هوا هنوز تاریک بود از خانه من زدم بیرون. در این مدت از تری صدایی در نیامده بود و برای همین خبرنگارها اردو نزده بودند. هرچند تحصیگارهاشان از شب نمخیص بود. سوار اتوبوس شدم و رفتم شهر. ساختمان ناشر بعدی روبروی ایستگاه مرکزی بود. قبل از وارد شدن محض احتیاط ساعت ورود و خروج همه قطارها را نگاه کردم. شاید موقع فرار لازمم می شود. اگر مقصد برایم مهم نبود یکی از قطارها هر سه دقیقه یک بار حرکت می کرد. چند مشت بلیت خریدم. راه در رو به همه جا. در لابی تابلوی شیشه‌ای بود که اسامی ساکنان ساختمان با حروف سفید رویش نوشته شده بود. آنجا در طبقه چهار روم اسم آخرین امیدم بود. انتشارات استرنج ویز تش افتاده بود. فهمیدن علتش سخت نبود. طبقه ششم یک شرکت بود به اسم تعاونی تهاتوری ترنر و در طبقه دوم شرکتی به نام تجهیزات تتراتولز. آسانسور طبقه چهارم را سوار شدم. یک دستشویی در انتهای سالن بود. رفتم تو و قشنگ 20 دقیقه سرم را بالای کاسه توالت نگه داشتم و نقشه کشیدم. بعد برگشتم سالن و رفتم طرف در انتشارات استرنج ویز. قبل از در زدن دست کردم توی کیفم. تفنگ سر جایش بود ولی شکرش رفته بود. دیگر ماجرا هیچ شیرینی نداشت. در زدم. صدایی گفت: بفرمایید. مردی پشت میز نشسته بود و چیزی میخواند بدون اینکه نگاهم کند اشاره کرد بنشینم عصبی تر از آن بودم که بنشینم زانویم خم نمیشد شده بود عین چوب دوروبر دفتر را نگاه کردم اندازه یک کمد بود و بیشتر به خوکدانی شباهت داشت از زمین تا صقف روزنامه تلمبار شده بود یک گوشه مشتی رخت چرک و یک کیف قهوه‌ای افتاده بود پنجره بسته بود و هوایی جریان نداشت ناشر چهل و چند ساله میزد هر چیزی که داشت میخواند باعث شده بود مثل بزی پیر لبخند بزند روی میز یک مسواک بود و یک کاسه پر از آب سبز. مسواک حالم را به هم زد. رویش مو بود. سرش را آورد بالا و پرسید چه کاری از من برمیاد؟ دست کردم توی کیف. به تفنگ دست زدم و متن را آوردم بیرون. تلپی گذاشتمش روی میز و شروع کردم به زدن حرف هایی که از پیش آماده داشتم. گفتم نویسنده که فعلا اسمش پنهان خواهد ماند به دنبال ناشری شایسته برای شاهکارش می گردد و به خاطر موضوع حساس کتاب نمیتوانم کتاب را پیش او امانت بگذارم. ولی اگر ذره کنجکاوی دارد و نمیخواهد بزرگترین فرصت زندگیش را از دست بدهد میتواند متن را همانجا جلوی من بخواند به قدر این جملات را تکرار کرده بودم که بدون فکر از سر تا تهش را گفتم تمام مدت با چشمان نیمه مستش خیره نگاهم میکرد و مثل بزی پیر لبخند میزد. انگار داشت به یک وان پر از کف فکر می کرد. خب پس بده یه نگاهی بهش بندازم. رفت سراغ صفحه اول. از پنجره پشت سرش قطاری را دیدم که مثل مار وارد ایستگاه شد. ناشر فوری رفت سراغ بخشی از عواست متن و به چیزی خندید و دسته کاغذ را گذاشت روی میز. یه کتاب تنز آره؟ من تنز خوب دوست دارم. خوب نوشته شده و واقعا هم خنده داره. ولی حقیقتش راست کار من نیست. دستم که توفنگ را فشار میداد خیس عرق بود. ممنون از اینکه اومدی تکان نخوردم یک دقیقه به کندی سپری شد با چشمش به در اشاره کرد توجهی نکردم گفت ببین الان اوضاعم یکم خرابه آگهی ترهیم خودم رو هم نمیتونم چاپ کنم بزن به چاک تکان نخوردم. انگار هوای اتاق جامد شده بود و مرا در جایی که نشسته بودم در تل انداخته بود. میدونی وقتی اومدی تو داشتم چی میخوندم؟ نمیدونی؟ هیچی. تظاهر به خوندن میکردم تا مشغول به نظر برسم. خیلی ناراحت کنند است نه؟ وقتی دید عملا نفس نمیکشم گفت یه نگاه به این بکن یه کوه کتاب کنار میزش بود از بالایش یکی برداشت و داد دستم نگاه کردم کتاب درسی زیست شناسی بود تو لندن برای مجلات زرد کار می کردم. خیلی وقت پیش. بلند شد و نشست لبه میز. همه جای اتاق را نگاه کرد. اینجا یه انتشارات کوچیکه. چیز دندونگیری نیست. ما کتابای درسی چاپ میکنیم. فیزیک، زیست، شیمی، همون چیزای همیشگی. من و زنم اینجا رو پنجا پنجا شریکیم. اون پولش رو از باباش ارث برده و من با خونه دل جمع کردم. ما ده سال انتشاراتی کوچیکمونو با دعوا مرافعه گردوندیم و راستش منم چند بار دست از پا خطا کردم. ولی همیشه حواسم بود دارم چی کار میکنم. ضرری به کسی نزدم. اینو نگاه کن با تماشای سند نابودی من برای چشمات جشن برپا کن. به کتاب زیست شناسی که دستم بود اشاره کرد و گفت صفحه 95 صفحه 95 را باز کردم. تصویر بدن انسان بود با اسامی تمام اعضا و شرح وظایفشان. شبیه دفترچه راهنمای ضبط صوت بود. پرسید چیز غیر عادی نمی بینی؟ چیزی نمیدیدم. دیدم. دقیقا شبیه بدن انسان بود. البته چیزهای عمومی مثل پهلو، چین و چروک و خطوط رشد کم داشت ولی به اینها نسبتا جامع بود. عمدن این کارو کرد. میدونست داغونتر از این حرفام که بخوام قبل از چاپ بررسیش کنم. اما من چیزی نمی بینم. مغز حالا که توجه هم را جلب کرد دیدم تقریبا تمام اعضای بدن نقدی هستند بر نوشیدن و قماربازی و زنبارگی استنلی. قلب، کلیه ها، ریه ها، اعما و احشا، همه چیز. متنهایی هم اضافه کرده بود درباره افراتش در مصرف الکل، رژیم بد غذایی، رفتار تهاجمی و عملکرد ضعیف در مسائل زناشویی. همین جور ادامه داشت. می توانستم بفهمم چرا به درد بچه مدرسه ای ها نمیخورد. نابودم کرد. همشم به خاطر سر و سری که با خدمتکار یه رستوران داشتم. قبول کار درستی نبود. ولی آخه معیشتم و چرا نابود کرد. ده هزار نسخه کتاب که نمیتونم بفروشم. نمیتونم از کسیم شکایت کنم. چون برگه رضایت رو خودم امضا کرد. خودم کتاب و بردم چاپ البته که اونم همه چیزش رو از دست داد ولی براش مهم نیست. ببین زنا چقدر انتقام هستن. گفت میارزید. فقط برای اینکه منو بزنه زمین. به عمر چنین کینه دیده بودی؟ بعید میدونم. الانم منتظرم طلبکارا بیان در بزنن. دیگه اجاره این دفتر رو هم نمیتونم بدم. برای همین با اینکه دوست دارم این کتاب تنز با نمک و چاپ کنم این تنز نیست. نیست؟ نه. به مت نگاه کرد و ورقش زد. واقعیه؟ سرتکان دادم. این واقعاً یه کتاب راهنما برای خلافکارای جوونه؟ دوباره سرتکان دادم. اینو چاپ کنم که جفتمون دستگیر میشیم. اگه جای شما بودم این ریسکو میکردم. به سندلیش تکیه داد و گفت اینم حرفیه. دوباره متن را نگاه کرد و کمی بعد گفت خب خب چند لحظه چشمش را بست و دوباره باز کرد این چند لحظه به نظرم بی پایان رسید پرسید چی شد اومدی سراغ من؟ بقیه گفتن نه با خنده درونی گفت معلومه که میگن نه احساس کردم غرق لذت است. دهانش به لبخندی باز شد و جوری از جایش پرید انگار به کاری خطیر فراخوانده شده. لبخندش همین جور پهن و پهن تر شد. اینقدر که دهانم درد گرفت. تا خانه هری یک بند دویدم و روی پله های ورودی سکندری خوردم. اینقدر هیجان زده بودم که نزدیک بود در زدن سری را فراموش کنم. چهار ضربه، مکس سه ضربه. بعد، هی هری منم مارتین. اگر از من به پرسی میگویم بدون در زدن هم میشد. ولی هری محال بود قبول کند. اشتباه در زدم. دو، مکس، سه، نه نه، بهتر دوباره شروع کنم. صدای شوم مسلح شدن شاتگان را شنیدم. با دست پاچگی گفتم منم هری. متوجه اشتباهم شدم و شیرجه رفتم روی زمین و منتظر گلوله ها ماندم. خبری نشد. فقط چند تق و توق. هری مشغول کار خسته کننده باز کردن قفل ها بود. بیشتر از حد معمول طول کشید. احتمالاً چند تا جدید اضافه کرده بود. در با احتیاط باز شد. هری با شورت آمد بیرون. یک دستش شاتگان و یک دستش تبر. چشمانش پر بود از آتش و خشم. نمی توانستم صبر کنم خبر را بهش دادم. من یه ناشر پیدا کردم. عاشق کتابت شد. انگلیسیه. پس با رژیم رسوایی بزرگ شده. نمی ترسه از اینکه که خودش رو به خطر بندازه. عاشق کتاب تو شده. میخواد همه کار براش بکنه. کتاب یه راست میره برای چاپ. زبان هری بند آمد. خوشگش زده بود. تا حالا کسی را دیده ای که با شنیدن خبر خوب خشک شود خیلی خنده دار است. چی گفتی؟ تونستیم کتابت داره کتاب میشه. آسودگی و ترس و عشق و وحشت و شادی در صورتش جمع شدند. حتی با اعتماد به نفس ترین خودپرست ها هم بخشی مخفی در وجودشان دارند که میگوید همه چیز خراب خواهد شد. آن بخش از هری داشت دست به شورش میزد. خیلی غیر قابل پیش بینی بود در که فراحسی هری به خاطر آن صدای بدبینانه نقطه ای کور داشت صدایی که بلندتر از زمزمه پیامبرانه چشم سومش فریاد میکشید خندید و جیغ زد و شاتگانش را بالا گرفت و شلیک کرد سقف ریخ پایین وحشتناک بود بغلم کرد در راه رو با هم رقصیدیم که خیلی کار ناراحتی بود چون هنوز شاتگان و تبر دستش بود دوباره سعی کرد دهانم را ببوسد ولی این دفعه آمادگیش را داشتم گونم را جلو بردم گوشم را بوسید همانطور که میچرخیدیم پای مرده هری ول شد و خورد به صندلی و انداختش زمین. همین بود. کتابش، بچهش، میراسش، جاودانگیش. چند هفته ای که از پی آمد به سرعت برق و باد گذشت. تمامش هیجان. تقریبا هر روز به دفتر استنلی میرفتم. همه کارها را با هم انجام می دادیم. انتخاب قلم، مرتب کردن دوباره فصول. از من خواست از نویسنده مرموز بخواهم برای کتاب پیشگفتار بنویسد و هری مشغول شد. شبان روز نمیگذاشت چشمم به آن بیفتد. استنلی دار و ندارش را فروخت تا پول چاپخانه را جور کند مدام میگفت نمیفهمن از کجا خوردن ببین وقتی اومد روی پیشخون ها چه قوقایی به پا بشه بعد ممنوع میشه تبلیغ مفت و مجانی هیچ چی مثل سانسور فروش کتاب و بالا نمیبره اخلاقگراها چه سرصدایی را بندازند نسخه های ممنوع شده یواشکی دست به دست میشن کتاب تو سایه ها زندگی میکنه و مثل قارچ توی تاریکی و رطوبت بزرگ میشه بعد یه صدای تک میگه هی این نبوغاساست بعد سرهایی که از روی نفرت تکون میخوردن بابت تحسین تکون میخورن. قهرمان ما کسی خواهد شد که به یک کلمه از حرفایی که میزنه اعتقاد نداره. برای ما مهم نیست. خوشبختان همیشه چندتا تا منتقد پیدا میشن که خلاف جهت آب شنا میکنن. همیشه کارشون همینه. جهت آب اینه که همسایت رو دوست داشته باش و منتقد میگه نه از اون کرم متنفر باش استنلی هر روز گلوی خودش را با این حرفها پاره میکرد همیشه هم یک سری حرف های تکراری میزد موفقیت عظیم کتاب را پیشبینی میکرد و به من هم فشار میآورد اسم نویسنده را به او بگویم من هم همیشه میگفتم همه چیز روز چاپ کتاب روشن میشه. استنلی با مشت میکوبید روی میز. خودش را به در و دیوار میزد اسم را لو بدهم. من تموم زندگیمو رو گذاشتم روی این کتاب مارتی. اگه یه وقت نویسنده کتاب بچه باز باشه چه خاکی تو سرم بریزم. میدونی که از رسوایی نمیترسم ولی اگه نویسنده این به بچه ها نظر داشته باشه هیچکس حاضر نمیشه دست به کتاب بزنه. به او اطمینان میدادم هری فقط یک دزد قاتل معمولی است. یک روز زن استنلی آمد سر و گوشی آب بدهد. زن لاغر و جذابی بود با دماغی نکتیز که انگار با فرز تیز شده بود نه قلم تراش. دفتر را دور زد و سعی کرد نگاهی به متن بیاندازد ولی استنلی یک روزنامه انداخت رویش. چی میخوای عجوزه؟ داری یه قلطایی میکنی؟ جواب نداد. فقط لبخندی زد و گفت شاید ولی به تو هیچ ربطی نداره زنک فاسد رو کرد به من شروع کرد سوال کردن من تو رو یه جایی دیدم فکر نکنم یه بار تو قطار از من پول نخواستی؟ گفتم هرگز در قطار از کسی پول نخواستم که البته دروغ بود چون یک بار در قطار از کسی پول خواسته بودم. استنلی گفت خیلی خوب ملاقات تموم شد و شانه های زنش را گرفت و هلش داد سمت در. باشه باشه اومده بودم درخواست طلاق کنم. هر موقع که بخوای هرچند ترجیح میدم بیوه بشم. خفه شو و بمیر مردک بیشرف. هلش داد توی راه رو و در را توی صورتش بست و به من گفت زنگ بزن به یه قفل ساز. باید قفل اینجا را عوض کنیم. استنلی چند کار کوچک بر عهده هری گذاشته بود. اولی عنوان کتاب بود. هری یک برگ کاغذ داد دستم که پیشنهاداتش را رویش نوشته بود. نشستم و لیست را خواندم. کتاب راهنمای خلافکارها کتاب راهنمای خلافکاران جوان کتاب راهنمای خلافکاری برای خلافکاران جوان و نوپا جنایت چگونه انجامش دهیم؟ قدم به قدم با قانون شکنی تبهکاری برای مبتدیها آموزش گام به گام خلافکاری بیقانونی ساده است. بعد مشکل پیش گفتار بود. هری نسخه اولیه را داد به من و خواست بی بدهمش به استنلی. اگر میخواستم هم نمی توانستم دست بزنم. چون تراوشات ذهنی آدمی بود به شدت عصبانی. مقدمش این بود. مردمانی هستند در این زمین که کارشان وضع قوانی نیست که روح انسان را خورد می کند. بعد آنهایی هستند که روحشان به دست کسانی که کارشان خورد کردن است خورد می شود. بعد کسانی هستند که این جایند تا قوانین را بشکنند تا مردمانی را که روح بقیه مردمان را میشکنند بشکنند من یکی از آنها هستم نویسنده استنلی این مقدمه را رد کرد و گفت دوباره بنویسد تلاش بعدی هری بدتر از آب درآمد آنها شما را زیر نظر دارند. آنها شما را فهرست کردند. آنها میخواهند محصول خون شما را بدل کنند به ماشین های بخار تولید برق برای روشنی بخشیدن به زندگی هایشان. خب من اینجا هستم تا به شما بگویم اگر این کتاب را بخوانید و نصایحش را آویزه گوش کنید. می توانید جیب هایتان را بالاخره پر از طلا کنید و بگذارید فرزندان یک نفر دیگر الواح سنگی را برای مباشران جبار مصری حمل کنند. من می گویم چرا از آنها جلوتر نباشیم؟ نویسنده به نظر استنلی چیزهای تلخ و دیوانوار به فروش کتاب لطمه میزدند. زدند. درکش می کردم. با ملایمت از هری خواستم یک بار دیگر امتحان کند. وقتی اتوبوس به سمت شهر حرکت کرد تلاش سومش را باز کردم و خواندم آها بپرستیدم آشغالها نویسنده پارش کردم و خودم مقدمه نوشتم و اسم هری را پایش گذاشتم. دنیا جای فربهیست. اینقدر که فکر میکنید جا به اندازه کافی هست ولی نیست. بنابراین برخی مجبورند بدون تبعیت از قانون به هرچه دستشان میرسد چنگ بزنند. چرا که قوانین میگویند حق آنها چیزی نزدیک به هیچ است خیلی ها افتان و خیزان بدون راهنمایی در این مسیر پیش میروند بدون نقشه با نوشتن این کتاب سعی ندارم باعث انقلاب شوم فقط میخواهم به آنانی که در این جاده های کمتر پیموده بدبیاری آوردند با تاباندن اندکی نور بر مسیر یاری برسانم چاله ها و دستانداز ها را نشان دهم و جاهایی تابلوی ورود و خروج و محدوده سرعت مجاز نصب کنم. صحیح رانندگی کنید تبه جوان. صحیح رانندگی کنید. نویسنده بالاخره روز چاپ فرا رسید. باید به دفتر استنلی می رفتم و اسم نویسنده را به او می گفتم. من و هری توی حیات پشتی نشسته بودیم و به عنوان صبحانه سیگار می کشیدیم. از استراب گذشته بود دستانش وحشتناک می لرزیدن. هر دو سعی کردیم این لرزش را نادیده بگیریم و وقتی مجبور شدم سیگارش را روشن کنم تظاهر کردیم نوکر خانزادش هستم. گفتم بفرمایید قربان و او جواب داد ممنونم پسر. آسمان بالای سرمان رنگ عجیبی شده بود. رنگ سبز لجنی استخر. هری پرسید میتونیم به این ناشره اعتماد کنیم؟ بیچون و چرا؟ به همون نارو نمیزنه؟ نه. وقتی باهاش حرف زدی بهش بگو من هیفته تا مرد کشتم و دو تا زن و یه بچه. تو یه بچه کشتی؟ خب یه نوجوون. هری یک برگ کاغذ داد دستم. فهرست کسانی بود که باید ازشان تشکر می شود. گرفتم و با دستانی که در هر دو طرفم تاب می راه افتادم سمت تحقق سرنوشتمان وقتی داری کارهای کثیف سرنوشت را انجام می دهی همین جوری راه می روی. استنلی را در دفتر دیدم. اینقدر هیجان زده بود که نمی توانست بنشیند. در همان دو دقیقه اول سه بار از در رفت سمت پنجره و برگشت و با دستش اداهای عجیب درآورد. انگار داشت مرغ خفه می کرد. همه چیز آماده است. اسمو به من بگو تا به چاپخونه اعلام کنم. باشه. اسم کسی که کتاب راهنمای تبهکاری رو نوشته هری وسته. دهان استنلی باز شد و باز ماند و باز دمی پر سر بیرون فرستاد. کی؟ هریوست. تا حالا اسمش رو نشنیدم. تمام خلافهای عمرش را دانه دانه شمردم بی آنکه چیزی را جا بیاندازم. استنلی گفت هری وست و اسم را نوشت روی کاغذ. به نظر سرخورده می آمد. بعد به او اطلاعات دادم. استنلی زندگی نامه هری را در بخش درباره نویسنده نوشت به این شهر. هریوس در سال 1922 در سیدنی به دنیا آمد. در پنجاه و سالی که از این تاریخ گذشته تمام قوانین را در نیم جنوبی شکسته است. او از زندان فرار کرده و همکنون تحت تعقیب است. گفتم هری یه لیست تشکرم تهیه کرده که میخواد صفحه اول چاپ بشه. باشه؟ استنلی نگاهی به آن انداخت. همان صفحه استاندارد تشکرها بود که قبل از کار یک عمر می آید. دوست دارم از پدرم تشکر کنم که به من تعم خشونت را چشاند. همینطور از پدر بزرگم، که به پدرم تعم خشونت را چشاند که او هم در عوض این تعم را با دهان من آشنا کرد. من فرزند ندارم و بنابراین مجبورم این ارسیه را برای آشنایان و رهگذران بگذارم. در زم دوست دارم از سیستم عدالت نیو سافس تشکر کنم که به من درس بی ادالتی داد. از پلیس نیو سافس ولز به خاطر فساد خستگی ناپذیر و خشونت بیپایانش. از خشونت در سینما که باعث بیهست شدن قربانیان من شد به طوری که طول میکشید تا بگویند آخ. از کسانی که بر من پیروز شدند و به من نشان دادند گلول خوردن از ناحیه ران هیچ خفتی ندارد و نهایتا از ویراستار دوست و برادر در انزوایم مارتین دین استنلی پرسید مطمئنی میخوای اسمت اینجا باشه؟ مثل احمق ها پرسیدم چرا نباشه؟ میدانستم چرا نباید باشد عملا داشتم به ارتکاب جرم اعتراف می کردم. پناه دادن به یک مجرم تحت تعقیب و ویرایش اثرش. گفتم فکر کنم. بیشتر فکر کن. فکر کردم. داشتم اشتباه می کردم. کاملا واضح بود اشاره به نقش من در ماجرا ضرورتی نداشت. ولی این کار من هم بود. پدرم درآمده بود کتاب را به این مرحله برسانم و دوست داشتم دنیا این را بداند. آره بزار باشه. باشه پس آماده ایم. من دارم میرم اینو بدم چاپخونه. بعدش میتونم هری رو ببینم؟ فکر نکنم الان ایده جالبی باشه. چرا؟ فعلا حالش خوب نیست. یکم عصبیه. شاید وقتی کتاب اومد توی کتاب فروشی ها. راستی کی میاد؟ سه هفته دیگه. باورم نمیشه. باور کن. و درست قبل از اینکه از دفتر برود بیرون رو کرد به من و با قیافه ای که تا حالا از اون ندیده بودم گفت از قول من به هری بگو نابقه است. وقتی داشتم از پارکینگ می رفتم سمت خانه هری از لایه در پرسید وقتی اسمم بهش گفتی چی گفت؟ قیافش چه شکلی شد؟ همه چی رو بهم به بگو؟ هیچ چی رو جان انداز. دروغکی گفتم جا خورد. اسم تو شنیده بود. معلوم اسمم رو شنیده. نمیشه یه نفر پنجاه سال آدم بکشه و معروف نشه. کی میاد تو کتاب فروشی ها؟ سه هفته دیگه. سه هفته لعنتی. کاری جز انتظار نداشتیم. همه چیز مرتب بود. هم حس رضایت داشتم و هم حس سرخوردگی که بعد از اتمام یک کار می آید. حس برده های مصری را درک می کردم پس از اینکه سنگ نوکتیز را بر بالای هرم جیزه نصب کردند و دورش ایستادند تا سیمانش خشک شود. احساس بیقراری هم داشتم. برای دومین بار کاری با معنا در زندگیم انجام داده بودم. بعد از جعبه پیشنهادات. حالا قرار بود چه غلطی بکنم. آرزوهایی که در سینم بر میخواستند دیگر راه خروج نداشتند. اتفاق خوبی نبود. چند ساعت بعدی به این گذشت. یک دقیقه درباره موفقیت غیر کتاب حرف میزدیم و دقیقه بعد شکست فاجعه بارش را پیش بینی می کردیم. بالاخره خودم را جمع کردم و راه افتادم طرف خانه تا به مادرم برسم. شیمی درمانی و بمباران اشعه ها رمقش را گرفته بود. لاغر شده بود و بخشی از موهایش ریخته بود و برای راه رفتن در خانه باید دستش را به دیوار می گرفت. کاملا واضح بود بدنی که در آن زندگی می کرد به سرعت داشت غیر قابل سکونت می شد. تنها قافلگیری خوشایند پدرم بود. به چیزی تبدیل شده بود که کمی به انسان شباهت داشت. یک انسان خوب. خیلی بیشتر از آنچه از او انتظار می رفت با مادرم مهربان شده بود و هوایش را داشت. پس برای چه اینقدر این پا و آن پا می کردم؟ حالا که پایم را به دنیای بیرون گذاشته بودم تمام ذرات وجودم دلشان میخواست از آن شهر کسافت فرار کنند. برای همین است که هرگز نباید پیمانی ناشکستنی ببندی. نمیدانی ذرات وجودت بعدها چه حسی خواهند داشت. آن سه هفته انتظار رسما شکنجهی ماهرانه و پیچیده بود همیشه می دانستم هر روز هزار و دقیقه است ولی در طول آن سه هفته تک تک دقیقه ها را حس کردم به بیتابی یک سیم لخت بودم می توانستم نک بزنم ولی نمی توانستم بخورم می توانستم چشمانم را ببندم ولی نمی توانستم بخوابم. می توانستم بروم زیر دوش ولی نمی توانستم خیس شوم. روزها مثل بناهای یاد بودی جاودانه از جا تکان نمی خوردن. بالاخره به شکلی جادویی روز انتشار رسید. ساعت سه صبح سوار اتوبوس شهر شدم. در راه این حس خودخواهانه به من دست داد آدم معروفیم که در جایی عمومی نشسته و منتظر یکیست که برگردد و فریاد بزند. «هی! Hey, این فلانیه؟ من فلانی بودم. و حس خوبی داشتم. شهر موقع سحر جای غریبی است. خورشید راهش را به کوچه های سرد پیدا نمی کند. دو ساعت طول کشید هوا آفتابی شود. در خیابان جورج به جمعی برخوردم که از مهمانی برگشته بودند. از سر و کول هم بالا می رفتند و همدیگر را می بوسیدند و به حضور ناخواسته روز فوش میدادند وقتی از کنارم میگذشتند در صورتم آوازی مستانه خواندند که کمی با آن رقصیدم و به نظرم اشکالی نداشت چون سرحالم آورده بودند من هم آنها را سر حال آوردم کتاب فروشی دای قول داده بود یک نسخه از کتاب را بگذارد توی ویترین. دو ساعت زود رسیده بودم. چند نخ سیگار کشیدم. فقط برای اینکه کاری کرده باشم لبخند زدم. هلال ماه ناخونهایم را توی انگشتانم فشار دادم. یک نخ پیراهنم از ساعت هشت تا هشت و نیم سرم را گرم کرد. بعد چند دقیقه مانده به نه سر و کله زنی در کتاب فروشی پیدا شد. نفهمیدم چطوری آمده تو. شاید از پشت هم ورودی داشت. شاید شب همانجا خوابیده بود. ولی داشت چه کار کرد مثل یک مشتری تکیه داده بود به پیشخان. و چرا بعد شروع کرد به ور رفتن با صندوق این دیگر چه کاری است وقتی کتاب جدید آمده اولویت این است که برش داری و بگذاری توی ویترین این که خیلی بدیهی است نشست روی زمین و با چاقو یک کارتون را باز کرد چند نسخه کتاب برداشت و آمد سمت ویترین خودش بود از پله بالا آمد و کتاب را گذاشت پشت شیشه. وقتی چشمم بهش افتاد قلبم ریخت. این چیزی بود که دیدم. کتاب راهنمای تبهکاری نوشته ی تریدین. این چیه؟ این چیه؟ باید از نزدیکتر می دیدم. تریدین؟ تریدین؟ چطور چنین اتفاقی افتاده؟ دویدم سمت در. هنوز بسته بود. مشت زدم به شیشه. زن داخل مغازه به من چشم قره رفت. چی میخوای؟ اون کتاب. کتاب راهنمای تبهکاری. باید ببینمش. ده دقیقه دیگه باز میکنیم. داد زدم. الان میخوامش و مشت زدم به در. زیر لب یک فوش بد بهم به داد. فکر کنم گفت عشق کتاب کاری نمی توانستم بکنم در را باز نمی کرد دوباره دویدم سمت ویترین و تخم چشم هایم را چسباندم به شیشه جلدش را می دیدم رویش رنگی و دور ستاره نوشته بود کتابی نوشته ی تریدین فراری نوشته شده هنگام فرار نمی فهمیدم. هیچ جای جلد اسمی از هری نیامده بود. اه هری یک در فلزی داخل مغزم محکم بسته شد. مغزم اجازه نمیداد به هری فکر کنم. خیلی ترسناک بود. سر ساعت نه مغازه باز شد و پریدم تو و یک نسخه کتاب راهنمای تبهکاری برداشتم و دیوان وار ورقش زدم. بخش درباره نویسنده یک چیز دیگر بود. زندگی تری و تقدیم نامه هم به همین سادگی به مارتین برادر و ویراستارم. استنلی به ما خیانت کرده بود ولی چطوری؟ من هرگز به اون نگفته بودم برادر تری هستم. یک مشت پول ریختم جلوی فروشنده و بدون اینکه بقیهاش را بگیرم از کتاب فروشی دویدم بیرون تمام مسیر را تا دفتر استنلی دویدم وقتی وارد شدم دیدمش که پشت میز ایستاده و با تلفن حرف میزند نه نمیتونه مصاحبه کنه خب نمیتونه دیگه چرا نمیتونه چون فراریه گوشی را گذاشت و پیروزمندانه نگاهم کرد پاشنه تلفن از جا کندن. همه جا به هم ریخته. بهتر از اون چیزیه که فکرش رو میکردم. چی کار کردی؟ بهت قول میدم تا ظهر تمام نسخه ها فروش بره. همین الان سفارش دادم پنجا هزار نسخه دیگه چاپ کنن. همین روز اول ترکوندیم. ولی اینو تری ننوشته. ولم کن مارتین. من همه چی رو میدونم. میدونم که تو برادر تری هستی. تو خواستی این راز از من قایم کنی شیطون. راستش اگه بهت بگم کی این فکر رو تو سرم انداخت باور نمی کنی. زن عوضی سابقم. تو رو از روی عکس روزنامه ها شناخت. چند ساعت بعد از اینکه تو رو دید یادش اومد و زنگ زد به من و ازم پرسید دارم با تریدین چی چاپ میکنم. بعد یهو یه فهمیدم قضیه از چه قراره. هری وست اسم مستعار تریدینه. کاش اقلا جناس قلبی چیزی بود اینجوری مف نمیارزید. دوست من اسم مستعار باعث فروش کتاب نمیشه. اونم وقتی که نویسنده یکی باشه به شهرت برادر تو. به میز استنلی نزدیک شدم. داشتم فکر میکردم اینقدر زور دارم که میز را بلند کنم و بزنم توی سرش یا نه قریدم گوش کن هرومزاده نشعه تری اینو ننوشته هری نوشته خدای من هری هری منفجر میشه واقعا حالا این هری کی هست مرشد تری استنلی مدتی طولانی با کنجکاوی به من خیره شد. بی خیال بابا، ول کن. جدی میگم گند زدی. هری میزنه به سرش هممونو تیکه تیکه میکنه. احمق. چهره استنلی بین اخم و لبخند مردد ماند و بالاخره تصمیمش را گرفت و در وضعیت ترکیب ناراحت هر دو ثابت ماند. جدی میگی؟ بدجور. یعنی تو داری میگی ترین کتاب رو ننوشته؟ تری نمیتونه اسم خودش رو با شاش روی برف بنویسه. واقعا؟ واقعا. استنلی گفت اوه. و بعد سرش را پشت یک توده کاغذ قایم کرد. مدادی برداشت و چیزی نوشت. پریدم جلو و کاغذ را از دستش کشیدم. این را نوشته بود. اوخ اوخ. اوخ اوخ. اوخ اوخ. تو نمیدونی تو هری رو نمیشناسی منو میکشه بعد تو رو میکشه بعد تری رو میکشه آخر سرم خودشو استندی این حرف مسخره را جیغ زد. چرا از آخر شروع نمی کنه؟ بلند شد و تکمه های کتش را بست و بعد بازشان کرد و نشست. بالاخره ترسید. گفتم نمی تونستی یه هماهنگی با من بکنی؟ فکر نکردی بگردی ببینی این هری کی هست؟ سب کن. بهشون زنگ بزن. به کی؟ مطبوعات ناشرا همه یه لحظه سب کن زنگ بزن نمیتونم ولی این دروغه بشین آروم باش باید فکر کنیم داری فکر میکنی؟ بیا فکر کنیم باشه فکر کن داری فکر میکنی؟ من که فکر نمی کنم هیچ فکری تو سرم نیست یه لحظه نگام نکن وقتی یکی نگام میکنه نمیتونم فکر کنم رو تو کن جدی میگم مارتین برگرد با میلی بدنم را چرخاندم رو به دیوار دوست داشتم سرم را بکوبم به دیوار و لهش کنم باورم نمیشد دوباره تری دوباره وسط صحنه من چی کی نوبت من میشد استنلی تون تون افکاری را که بوی گندشان اتاق را برداشته بود به زبان می آورد. باشه باشه خب چیزی که ما داشتیم کتاب راهنمای تبهکاری یه رسوایی ادبی بود چشمگیر بحث برانگیز مجادله این چیزیه که همین الان روی دستمونه ولی حالا فهمیدیم نویسنده در حقیقت نویسنده نیست این یعنی چیزی که الان روی دستمونه ورای رسوایی یه کلابرداری ادبیه یه چی؟ الان میتونی برگردی. وقتی برگشتم استنلی داشت پیروزمندانه نگاهم میکرد. با خوشحالی فریاد زد. دو تا با یکی. حرف نداره. این هم به نفعمونه. به هری بگو صبور باشه. یکی دو سال دیگه حقیقت رو برملا میکنیم هری مشهور میشه یکی دو سال؟ آره عجله واسه چیه؟ تو هنوز نفهمیدی هری فکر میکنه کار من بوده فکر میکنه من بهش نارو زدم این میراسش بود برای دنیا تو باید بهش بگی باید بهش بگی اشتباه از تو بوده احمق اون جفتمونو میکشه که چی؟ بزار بیاد. من ازش نمی ترسم. اگه قراره بمیرم بزار به خاطر یک کتاب بمیرم. آره دوست دارم بزار برای این کتاب بمیرم. آره بزار بیاد. استنلی مشتش را جوری بالا آورد انگار جای است که همان لحظه گرفته. از پسش بر می آمدیم. این بدترین بحران ممکن بود و حالا در معیت مردی بودم که همان لحظه چیزی پیدا کرده بود که میخواست برایش بمیرد. به شکلی حال به همزن و بیجا آرام بود. دوست داشتم لبهایش را از جا بکنم. سوار تاکسی شدم و رفتم خانه هری. باید خیلی خیلی احتیاط می کردم. هری دوستم داشت و من هم هری را دوست داشتم. ولی این دلیل نمی شد ای بین چشمانم نکارد. عشق مگر چیزی غیر از این است. پنجره تاکسی را دادم پایین. هوای بیرون به شکلی فراتبیعی ساکن بود مثل اتاقی بی پنجره. هیچ چیز تکان نمیخورد. انگار دریچه دنیا را کیپ بسته بودند و ما همه ما گیر افتاده بودیم. اول رمزی در زدم و بعد عادی همانی که همه بلد بودند. اسمش را فریاد زدم. با فریاد معذرت خواستم فریادی عبست. خانه نبود. چه کار باید می کردم؟ یک تاکسی رد شد و صدایش کردم و دوباره برگشتم شهر. بی هدف و غرق افکار در هم و بر هم ول گشتم. این میزان فعالیت باعث شد سرگیجه بگیرم. اعصابم خورد بود از اینکه هیچ آدم دیگری از دست رفته به نظر نمی آمد. شاید کمی غمگین و تنها بودند، ولی همه میدانستند دارند کجا میروند. امدی به آدمها تنه میزدم، به این امید واهی که شاید یک جور واکنش همدلانه از آنها ببینم. وقتی در میانه بحرانی شخصی در شهر ول میگردی، چهره آدمها، کیفیتی به قایت بیرحم و بی تفاوت پیدا می کند. خیلی افسرده کننده است. اینکه هیچ کس نمی ایستد تا دستت را بگیرد. وارد کافه شدم. پارک ویو. وقتی روی صندلی نشستم به این فکر نکردم چرا ویوی پارک ندارد. یک آبجو سفارش دادم. رادیو آهنگ شاد عاشقانه پخش می کرد که بدجور با حال و هوای من در تضاد بود. فورا آبجو را سر کشیدم. جز دو پیرمرد مست که درباره آدمی به اسم گازا حرف میزدند کسی آنجا نبود. یکیشان فکر میکرد گازا از ترس زن جدیدش نیامده و دیگری فکر میکرد گازا زلیل نیست خلاصه اینکه گازا دیگر کمتر به کافه میامد و بدون او هم خوش نمیگذشت غمگینانه سر تکان دادم و جوری به لیوان خالیم خیره شدم انگار برای آخرین بار در حقم بدی کرده است بعد اخبار از رادیو پخش شد و گوشم به حالت آماده باش درآمد. تریدین فراری یک کتاب مفتزه و شرماور نوشته برای آموزش روش های قانون شکنی به خلافکاران بلقوه. جدیدترین اتفاق ناشر کتاب راهنمای تبهکاری دستگیر شده است. خب، استنلی دستگیر شده. فکر کردم چه بهتر لاقل خوبیش این است که دست هری مدتی به او نمیرسد به نظرم خیلی نمی توانستند نگهش دارند وقتی پلیس دنبال کسی است که نمی تواند دستگیرش کند دستگیری کسی مرتبط با مزنون اصلی بهشان حس آرامش میدهد وقتی داشتم استنلی را پشت میله های زندان تصور می کردم و در این فکر بودم که احتمالا زندانی بعدی ویراستار کتاب است خبر جدید از رادیو اعلام شد هریوست فراری تا دندان مسلح از هاربر بریج بالا رفته و تهدید کرده خودش را پرت می کند پایین در انتهای خبر به یک نکته جالب هم اشاره شد که همه چیز را سر جای خود قرار میداد. اگر هریوست بر اثر سقوط میمرد، اولین کسی بود که از روی هاربر بریج سیدنی پایین می پرید و صحنه مرگش به طور مستقیم از تلویزیون پخش می شد. بله، کاملا حق با او بود. تری تاوانی دموکراتیکش را گرفته بود و استنلی هم کتاب راهنمای تبهکاری را از زیر پایش کشیده بود هری لحلح میزد میراسی از خودش باقی بگذارد هر میراسی پرش از روی پل سیدنی اولین نفر پخش از تلویزیون تمام رنگی عجیب نبود که هری تمام ذرات خانهش را با خود برده بودان بالا. اگر کسی میخواست زودتر از او بپرد با توفنگ دخلش را میآورد. از کافه دویدم بیرون و پریدم توی یک تاکسی که هنوز در حال حرکت بود و رفتم سمت پل. اگر مسلح بود این احتمال وجود داشت که به من شلیک کند. ولی باید برایش توضیح میدادم اشتباه پیش آمده یکی دو روز درست خواهد شد. حس تهوع آوری داشتم که به من می گفت اتفاق وحشتناکی روی پل خواهد افتاد. داشت خودش را پرت می کرد توی دریا. چیزی که به نظر اجتناب ناپذیر می آمد. ولی با توجه به شناختی که از هری داشتم میدانستم دوست دارد هر کس را که دستش می رسد با خود به مقاک ببرد. میدانستم میخواهد بندر را قرمز کند. آفتاب نیم روز در چشمانم بود و به زور پل را در دور دست میدیدم. پلیس ها مسیر پل را از هر دو طرف بسته بودند و سرشان را می که باید با کسانی که وسط پل گیر افتادند چه کنند. پلیس ها وحشت زده ماشین ها را به تمام جهات هدایت می کردند. ولی اوزا در هم و بر همتر از اینها بود. پلیس گیجی داشت ماشین ها را هدایت می کرد سمت آب. وسط ترافیک از تاکسی پیاده شدم. آدم های یونیفرم به تن از آسمان و زمین به آنجا سرازیر بودند. پلیس های بیشتر، آتش نشان ها، آمبولانس ها و ماشین های خبرنگاران راهشان را از میان ماشین های متوقف باز می کردند. نیروهای خدمات استراری سردرگم بودند. هیچ کدام نمی باید چه کار کنند. قربانی مجرم هم بود. گیج شده بودند. از یک طرف تفنگ دستش بود و از طرف دیگر فقط تهدید می کرد که آن را برای کشتن خودش استفاده خواهد کرد. میخواستند بهش شلیک کنند. ولی می شود به مردی که تهدید به خودکشی کرده شلیک کرد. هری همین را میخواست. در مسیر باریک بین ماشین های بی حرکت دویدم و خیلی زود رسیدم به صف پلیس ها. از روی نوار زردی که کشیده بودند پریدم و به افسری که سرم داد زد گفتم دوست نزدیک هری وست هستم و شاید بتوانم راضیش کنم بیاید پایین. اوزا به قدری قمر در اغرب بود که دنبالم نیامدند. آن بالا دیدمش. فقط یک نقطه بود. مثل یک داماد پلاستیکی روی کیک عروسی. راه درازی بود تا آن بالا ولی باید میرفتم پیش هری باد شدیدی می آمد. آدم را از جا می کند موقع بالا رفتن میدم تبدیل شد به عضو قالب و هیچ چیز حس نمیکردم جز مالش رفتنش زیر پایم اقیانوس را می دیدم و هومه های سبز و چند تا خانه باد تمام پل را به سر و صدا انداخته بود و تمام تلاشش را می کرد تعادلم را به هم بزند. فکر کردم من اینجا چه کار می کنم؟ به من چه؟ فکر کردم چرا نمی بگذارم شیرجش را بزند؟ احساس کردم همه چیز تقصیر من است. و من در قبال هری و آدم هایی که ممکن است به قتل برساند مسئولیت دارم. ولی چرا؟ چرا خودم را قاطی می کنم؟ من نمی ادای مسیح را در بیاورم. عقده منجیگری ندارم اگر کل بشریت آنژین شدید هم بگیرند برایم مهم نیست. فکرهایی از این دست و درک اینکه مردان زندگی من هری تری و استنلی با پروژه های کوچکشان داشتند مرا با خود به ته خلع می کشیدند باید می ماندند برای بعد موقع خوردن یک لیوان شکلات داغ نه وسط این محلکه لبه یک پرتگاه ترسناک در میانه سعود توقف کرده بودم تا به معنای اگزیستانسیالیستی تمام اینها فکر کنم. طبق معمول نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم. روی پلکان لرزان فلزی فکر کردم رویای یک آدم لنگر آدمی دیگر است. یکی شنا می کند. یکی دیگر غرق می شود و در همان استخر شناگر توهین مضاعف همزمان باد مرا تهدید به سقوط می کرد همان لحظه متوجه شدم تفکر درباره معنای یک عمل در میانه عمل کار درستی نیست رفتم بالاتر حالا دیگر می توانستم صدایش را بشنوم. هری داشت داد میزد. هنوز صورتش را نمیدیدم ولی باد صدایش را میآورد. دست کم فکر می کنم هری بود. یا هری بود یا باد که داشت به هم می گفت بی پدر. کفشم درآمد. آب را نگاه کردم و سر تا پایم لرزید. شبیه یک تخت سنگ یک پارچه آبی رنگ بود. ممنون که از پشت خنجر زدی رفیق. هری به نرده فلزی تکیه داده بود. همانی که برای حفظ جان عزیزم چنان فشارش میدادم که دستانم سفید شده بودند. واقعا نمیدانم با آن پای لنگ چطور خودش را تا آن بالا کشانده بود. شاید به خاطر خستگی بود که اجازه میداد باد تا حد سرنگون شدن تابش بدهد. اخمش اینقدر شدید بود که روی صورتش ترک انداخته بود. خطوط پیشانیش شکسته بود. داد زدم اشتباه شده هری دیگه مهم نیست ولی میتونیم درستش کنیم بیا پایین و همه میفهمن کتابو تو نوشتی دیگه دیر شده مارتین من دیدمش چی رو دیدی ساعت مرگمو کی الان ساعت چنده هری نپر نمیپرم میفتم، تو نمیتونی به یکی بگی که نیفت این به جاذبه مربوطه نه به من داشت از ترس میخندید از هیستری چشمش به تمام هایی بود که از پایین نشانش گرفته بودند پارانویایش بالاخره به نقطه نهایی رسیده بود. فانتزی های و واقعیت ترکیبی تمام و کمال را تجربه می کردند. من سقوط می کنم. می میرم. دوباره یه جنگ دیگه، یه زمین لرزه دیگه، شلوار جین سنگ شور، ادراکات فراحسیش به نهایت رسیده و چشمش را به واقعیت کور کرده بودند. چشمان نگران و کوچکش که اغلب در حدقه تکان می‌خوردند، بالاخره یک جا بند شده بودند و سفر و مکاشفه می‌کردند و همه چیز را میدیدند. همه چیز. کامپیوترها همه یکی دارن تو خونه هاشون و چاقن همه خیلی چاقن از کنترل خارج شده بود و همین جور پیشگویی می کرد. خلاصه ی کل آینده بشریت را می دید. صفحاتش را ورق میزد از حد تحملش خارج بود. اون زنه مرد. مرد. نمیفهمید چی می بیند. جنگ جهانی سوم، چهارم، پنجم، دهم هیچ وقت تموم نمیشه. اونا مردن. کی مرد؟ فضا نورد، رئیس جمهور، یه رئیس جمهور دیگه، زن تو، حالا تو، حالا پسرت، همه، همه. تا صدها سال ادامه داشت. شاید هزاران. پس پای انسان حسابی روی زمین سفت بود. چشمانش از فضا و زمان عبور می کردند. هیچ چیز نبود که نبیند. با بلند شدن صدای آژیرها ارتباط هری با لایتناهی قطع شد. پایین را نگاه کردیم و دیدیم پلیس ها و واحد های سیار دارند عقب می روند. همه داشتند می رفتند. هری سر دنیای زیر پایش داد زد. کدوم گوری دارین میرین؟ گفتم سب کن. الان میرم ببینم. وسط راه به خبرنگاری سنگ شده برخوردم. سرگیجه چنان بلایی سرش آورده بود که نه بالا برود و نه چه خبره؟ نشنیدی؟ تریدین و انداختن توی تله. گروگان گرفته. دیگه کارش تمومه. صدای خبرنگار پر از هیجان بود ولی از آن قیافه های خشک و بیروهی داشت که آدم معمولا پشت فرمان نشکش ها میبیند. رفتم بالا پیش هری. پرسید چی شده؟ با وجود وحشتم از واکنشش گفتم تری. هری سرش را آورد پایین و امیدوارانه به آخرین خبرنگارهایی که مشغول ترک محل بودند نگاه کرد. گفتم باید برم ببینم میتونم به تری کمک کنم یا نه. باشه برو ببخشید که برو رفتم پایین چشمانم متمرکز بود بر نرده و پاهایم و قبل از اینکه برسم پایین صدای شلیک شنیدم بعد صدای بدنی که سفیر کشان هوا را شکافت و در نهایت شلپی که از زیر پایم آمد و واقعا فراتر از یک صدا بود. همین بود. این هری بود. خدا حافظ هری. پلیس تری را در یک باشگاه بولینگ گیر انداخته بود. میدانستم تمام مردم استرالیا جوری به آنجا هجوم میآورند انگار خودشان آب هستند و تری راه آب. برای همین پریدم توی یک تاکسی و به راننده قول پولی بی حساب و کتاب دادم اگر بتواند به اندازه توان یک ماشین شش سیلندر به سرعت نور نزدیک شود. وقتی برای نجات جان برادرت عجله داری به پول فکر نمی کنی. و برای همین هر بار پایش را روی گاز فشار میداد به پایش پول می ریختم. وقتی دست دراز کرد نقشه را بردارد یک سوم از موهایی را که روی سرم باقی مانده بود کندم. اینکه راننده تاکسی سر برگرداند تا تابلوی خیابانی را ببیند که همین چند لحظه پیش از کنارش عبور کرده نشانه خوبی نیست. راستش آدرس لازم نبود. آدمها و ماشینها دسته دسته در یک جهت حرکت می کردن. ماشین های پلیس، آمبولانس ها، ماشین های آتش نشانی، جیب های ارتشی، واحد های سیار تلویزیون، بستنی فروش ها، تماشاچی ها، باغبان ها، خاخام ها، همه ساکنان سیدنی که یک رادیو داشتند و میخواستند در واقعی تاریخی سهم داشته باشند. همه دوست دارند موقع ساخته شدن تاریخ روی صندلی ردیف اول نشسته باشند اگر پای بیلیتی به مقصد دالاس سال 1963 در کار باشد چه کسی حاضر است فرصت تماشای منفجر شدن پس کله کندی را از دست بدهد یا خراب شدن دیوار بلدین را؟ آدم هایی که آنجا حاضر بودند جوری حرف میزنند. انگار مغز جی افکی پاشیده روی پیراهنشان یا خودشان شخصا اینقدر سقلمه زدند که دیوار برلین فرو ریخته. کسی نمیخواهد چیزی را از دست بدهد. مثل اینکه همزمان با زمین لرزه جزئی از سطح بگیرد. و بعد تعجب کنی از اینکه چرا همه دارند داد و فریاد می کنند. دستگیری و قتل احتمالی تریدین بزرگترین زلزله استرالیا در پنجاه سال اخیر بود. برای همین همه از هر جا که میشد ریخته بودند آنجا. از تاکسی پریدم بیرون و با بدبختی روی کاپوت ماشین ها لیس خوردم. باسنم خورد به آینه یک فورد و ضرب دید. می توانستم ببینم. باشگاه بولینگ را. فکر کنم تمام پلیس های نیو سافس ویلز ریخته بودند آنجا. تکتیر ها داشتند روی سقف و درختان پارک بچه ها جا می گرفتند. یک تک تیرانداز داشت از پله سرسره بالا می رفت و دوتای دیگر داشتند روی علا کلنگ بالا و پایین می رفتند. نتوانستم از بین جمعیت رد شوم. گیر کردم. داد زدم. من مارتین دینم. برادر تریدین. فهمیدند. راه را برایم باز کردند ولی چند قدم بعد دوباره گیر افتادم چند نفر از کسانی که اطرافم بودند مرا به عملیات عمرشان راه دادند و روی سر بلندم کردند مثل یک ستاره راک روی صدها دست حرکت کردم داشتم نزدیک می شدم ولی بعضی وقتها جمعیت مرا به مسیر غلط می برد. یک آن متوجه شدم به جای جلو عقب می رویم. داد زدم جلو جلو. انگار من کاپیتان ایهب بودم و باشگاه بولینگ نهنگ بزرگ سفید. بعد شنیدم جمعیت چیز جدیدی فریاد میزند. بزارین رد شه بذارین رد شه به اطراف گردن کشیدم نمیفهمیدم درباره چه کسی حرف میزنند داد زدن مادرشه مادر تریدین بعد دیدمش مادرم که از جهت مخالف می آمد و بر امواج دریای انسانی بالا و پایین می شد. برایم دست تکان داد. برایش دست تکان دادم. هر دو رانده می شدیم سمت سرنوشت خانواده ما. حالا دیگر صدایش را می شنیدم. داد می زد. همزادشه همزادش گیرش انداختیم. زده بود به سرش. حالا جمعیت چنان سری ما را جلو میراند که نزدیک بود با هم تصادف کنیم. ما را جلوی پلیس ها انداختند زمین. پلیس هایی که میخواستند همزمان مردم و خبرنگارها را عقب برانند. هر دو گروه فریادهای خشمگینانه میکشیدند. باید خودمان را وسط حلقه پلیس ها می و سوال جواب می دادیم. بهشان کارت شناسایی نشان دادیم. من فقط میخواستم بروم تو ولی مادرم با همزاد همزاد کردنش فقط صد راه بود. می گفت من مادر تریدین هستم ولی کسی که آنجاست تریدین نیست. از حرفهایش سر در نمی آوردند. مجبور بودم بلندتر از زو فریاد بکشم. من میتونم رازیش کنم بی درد سر بیاد بیرون. یه فرصت بهم هم بدین. ولی پلیس ها نظر متفاوتی داشتند. به ذهنم زد نمیخواهند زنده از آنجا بیاید بیرون. باید دست به کار میشدم. گفتم چیه؟ میخواین ازش قهرمان بسازین؟ میخواین اسمش مثل تمام جنایت کارهایی که به دست پلیس کشته شدن جاودان بشه؟ اگه با کشینش هیچ کس جنایتهاش رو به یاد نمیاره. تبدیلش میکنین به یه قهرمان بعد خودتون میشین آدم بده. بذارین محاکمه بشه. بذارین بره دادگاه تا همه قصاوتش رو ببینن. بعد قهرمان کسایی میشن که این موجود و زنده دستگیر کردن. همه میتونن به یه آدم شلیک کنن. همونطور که همه میتونن یه گراز وحشی رو با تیر بزنن و دوره بیفتن که زدمش. ولی گرفتن یه گراز وحشی با دست خالی اینه که جیگر میخواد. تمام مدتی که این خطابه را سرهم می کردم دستم را گذاشته بودم روی دهان مادرم و او هم پشت سر هم گازم می گرفت. واقعا دیوانه شده بود. تا دستم را برداشتم جیغ زد. بکشینش. پلیس ها هاجواش پرسیدند. مگه تو مادرش نیستی؟ معنای این قضیه دو قلوهای شریر را درک نمیکردند. پلیس ها که سرنوشت برادرم دستشان بود شروع کردند حرف زدن با هم. کینه توزانه و با خوشونت در گوش هم پچ پچ می کردند. به من گفتند باشه می تونی بری تو. ولی متاسفانه به مادرم هم این اجازه را دادند. سالن بولینگ طبقه دوم بود. روی تک تک پله های سیمانی یک پلیس ایستاده بود که بد نگاه میکرد. فکر کردم این مردان بی نهایت خطرناکند. مثل بازیگران جایگزینی که منتظر نشستند تا روزی ستاره شوند. زمیر پر از خشمشان محکم ایستاده تا زیر بار استراب کاری خورد نشود. در راه بالا رفتن کاراگاهی به ما اطلاعات داد. تا جایی که خبر داشت تری موقع بولینگ بازی کردن کوین هاردی قهرمان جهان در سه دوره وارد آنجا شده بود. شایعات تایید نشدهی وجود داشت که هاردی در طول مسابقات به یک نفر پول داده تا با ته جارو میله هایی را که موفق به زدنشان نشده بیاندازد. از آنجایی که این اتهام اثبات نشده بود تری قصد نداشته او را بکشد میخواست انگشتانش را بشکند از جمله انگشت کوچکش را که بعضی بولینگ بازها از آن برای افزایش سرعت چرخش توپ استفاده میکنند بعد از اینکه کار تری تمام می شود دو دختر خوشگل را می بیند که آنجا کار می کردند. پدیده عاشقان سینه چاک، مزیت انکار نشدنی شهرت چیزی نبود که تری بتواند در برابرش مقاومت کند. متاسفانه به محض اینکه از بین دو دختر یکی را انتخاب کرده آن یکی که شکست عشقی خورده بوده زنگ میزند به پلیس بنابراین بعد از اینکه دست کوین را شکست و کارش با عاشق سینه چاکش تمام شد و خواست برود دیگر در تله افتاده بود حالا تری وسط مسیر آخر زانو زده بود و تفنگی در دست داشت و چهار گروگان را به عنوان سپر انسانی جلوش گرفته بود. پلیسها در تمام نقاط باشگاه بولینگ جا گرفته بودند. اگر دقت می کردی می دیدی یک لوله تفنگ از لای میله های بولینگ زده بیرون. از همه جا زیر نظرش داشتند. همان لحظه فهمیدم اگر می توانستند یک لحظه هم زنده نمی گذاشتندش. ولی خوب توانسته بود خودش را پشت چهره های کج و معوج از وحشت پنهان کند مادرم فریاد زد تو پلیس کشیدش عقب پلیس به تری اعتماد نداشت احتمال میدادند به مادر خودش هم شلیک کند خصوصا با توجه به داستان مسخرش که بر اساس آن او پسر حقیقیش نبود و نسخه بدلی و شرورش بود داد زدم تری منم مارتی تا آمدم چیزی بگویم مادرم دوباره شروع کرد تو کی هستی؟ تری گفت مامان؟ اه میشه از اینجا ببریش مارتی؟ حق با او بود. وقتی مردی آخرین نمایش خونبارش را به صحنه میبرد دوست ندارد مادرش آن اطراف بپلکد. سعی کردم به رفتن متقاعدش کنم ولی گوشش به دهکار نبود. جیغ زد. پشت اون آدمای بدبخت تو قایم نکن شاید تری داد زد مامان تو رو خدا برو از اینجا به من نگو مامان من نمیدونم تو کی هستی یا چطوری صورت پسر منو دزدیدی ولی نمیتونی منو خرب کنی داد زدم تسلیم شو تری چرا چون میکشنت خب ببین داداش تنها چیزی که الان رو اعصابمه اینه که کل ماجرا داره برام خسته کننده میشه یه دقیقه صبر کن از سپر انسانی زمزمه های دیوانوار بلند شد ناگهان همه شروع کردند به حرکت اول آرام رفتند طرف قفسه نگهداری توپ ها و بعد دوباره برگشتند به مسیر. بعد راه افتاد. یک توپ پرت شد وسط مسیر. تری داشت بولینگ بازی می کرد. چشم پلیس ها پرواز توپ به سمت میله ها را دنبال کرد. سکوتی حکم فرما شد که جرفایش آدم را یاد مراسم مذهبی میانداخت. تری گل کاشت تمام ده میله را انداخت. جمعیت یک صدا فریاد کشید و یادم افتاد آدم در تنهایی احمق است ولی در جمع رسما بدل به اولاغ می شود. درست است که یک دست پلیس بودند در نقطه پایانی یک تعقیب و گریز طولانی ولی خب استرالیایی عشق ورزش هم بودند و هیچ چیز به اندازه یک پیروزی زربان قلب را بالا نمیبرد. حالا فرد پیروز هر چقدر هم تشنه بخون. به محض برخورد توپ با میله ها تری گلوله خورد. توپ انداختن حقه تری بود برای فرار ولی تمام پلیس ها زود گول نمی خورند و بعضی هاشان هم اصلا بولینگ دوست ندارند. روی مسیر دراز کشید و غرق در خون خودش داد زد. قوزک پام، دوباره قوزک پام، درست زدین همون جای قبلی طول سگا، دیگه هیچ وقت خوب نمیشه. بعد چهل پلیس ریختند سرش با هم رقابت میکردند تا ببینند چه کسی او را زودتر از بقیه دستگیر کند و بردش بیرون زیر نور فلاش پاپاراتزیها و سهم کوچکش را از جاودانگی میگیرد بدرود من متخصص زبانشناسی یا ریشه شناسی کلمات نیستم. برای همین هم نمیدانم آیا کلمه موز بهترین ترکیب هجاها برای توصیف یک میوه دراز زرد هلالی شکل هست یا نه؟ ولی می توانم بگویم مبدع ترکیب سیرک رسانه‌ای میدانسته دارد چه کار می کند. واقعا توصیف بهتری برای یک مشت روزنامه نگار که برای یک عکس یا یک جمله از سر و کول هم بالا می روند و فریاد میکشند وجود ندارد. البته این ترکیب ها هم بد نیستند. حیوانات نخستین رسانه ای جمعیت شورشی رسانه ها انفجار ابر ستاره رسانه ها بیرون از دادگاهی که تری در آن محاکمه میشد صدها نفر از این موجودات حضور داشتند زنان و مردان صورت عرق کرده ای که به همه جا سرک می کشیدند و همدیگر را حل میدادند و به هم فوش میدادند. رفتارهای ترسناکی که به اسم مسلحت عمومی نژاد بشر را تنزل میدهند. دهند. توی دادگاه فقط جای ایستادن بود. از آنجایی که تری تمام اتهاماتش را قبول کرده بود ماجرا بیشتر دادرسی بود تا محاکمه و وکیل مدافع تسخیری تری هم فقط آنجا بود تا او را در فرایند بوروکراسی راهبری کند نه اینکه دست به دفاع از او بزند تری هیچ دفاعی از خودش نکرد همه چیز را پذیرفت چاره‌ای هم نداشت شهرتش بابت همین کارها بود انکار کارهایش مثل این بود که جنگجویان صلیبی ادعا کنند فقط برای گشت و گذار به سرزمین مسلمانان رفته بودند. تری بی کنار وکیلش نشست و وقتی قاضی مشورتهایش را آغاز کرد جوری دستانش را به هم مالید انگار قرار است او را به خوردن دو قاشق بستنی وانیلی محکوم کنند. قاضی که آرام و رسمی حرف میزد مثل هنر پیشه ای کار آزموده که برای اولین و آخرین بار فرصت اجرای صحنه تکگویی حملت نصیبش شده صدایش را به انتهای سالن رساند من شما رو به حبس ابد محکوم می کنم اجرای درخشانی بود همه همان زمزمه های همیشگی بعد از اعلام حکم را سر دادند. هرچند تمامش نمایشی بود. کسی تعجب نکرد، چیزی جز این انتظار نمیرفت. چیزی که مایه تعجب شد هرچند الان فکر می کنی باید تا حالا به مزه شوخی های، تن آمیزی که از آب میوهگیری کیهانی بیرون میآید عادت کرده باشم زندانی بود که تری باید در آن محکومیتش را میگذراند زندان شهر خودمان بله زندان ما در شهر ما بی اختیار پدرم را نگاه کردم تری محکوم بود بقیه عمرش را در زندانی بگذراند که پدرش ساخته بود. زندانی که فقط دو و نیم کیلومتر با در خانه امان فاصله داشت. با برگشتن و نگشتن پسر نافرمان به خانه، محبوس در ساختمانی که هم از ایوان و هم از پنجره آشپزخانه معلوم بود. مشت عرق کردی که پدر و مادرم سلامت عقلشان را به زور در آن نگه داشته بودند به سرعت خطرناکی شروع کرد باز شدند. با اینکه فاصلش از تکتیر اندازهای پلیس مایه آرامش خاطر بود ولی در دست رس نبودن وسوسه کنندش شکنجه ای بود که نمیگذاشت آدم بفهمد مادرم است که همینطور از نور و زندگی دورتر می شود یا پدرم چنان به شیوه غمگینانه خودشان سری تحلیل می رفتند که فکر می کردی با هم مسابقه گذاشتند. مثل زندگی کردن با دو روح بود که تازه مرگ خود را پذیرفتند و قید هشر و نشر با زندگان را زدند. مادرم با شادی و جدیتی که به جنون پهلو میزد پروژه جدید را شروع کرد. تمام عکس های بچگی منو تری را قاب گرفت و تقریبا تمام دیوارهای خانه را با آنها پوشاند. در هیچ عکسی بیشتر از سیزده سال نداشتیم. انگار با بزرگ شدن به او خیانت کرده بودیم. الان پدرم را هم به یاد می آورم. برای اینکه درختان مانع دیدش نشوند انتهای ایوان می نشست و دوربینی به تخم چشمانش می چسباند تا شاید بتواند لحظه ای پسرش را ببیند. اینقدر در طول روز با دوربین نگاه می کرد که وقتی بالاخره راضی می شد و می زمین تا استراحت کند چشمانش به حدی خسته بودند که دیگر نمی توانست ما را ببیند. بعضی وقتها داد می زد هاش. ولی وقتی می دویدم تا ببینم اجازه استفاده از دوربین بسته به جانش را به من نمیداد. داد. بی دلیل می گفت تو به اندازه کافی ضرر زدی انگار نگاه من معادل نگاه یک جادوگر زشت یونانی بود. بعد از مدتی دیگر بیخیال شدم. و وقتی صدای پدرم را می شنیدم که فریاد می زد اینهاش تو حیاته داره برای رفیقاش جک تعریف می کنه. دارن می خندن، انگار جشن گرفتن. از جایم تکان نمی خوردن. البته که خودم می توانستم برای خودم دوربین بخرم. ولی راستش جرأتش را نداشتم چون تقریبا مطمئن بودم چیزی نمی بیند. شهر ما شد زیارتگاه روزنامه نگارها و تاریخ نگاران و دانشجوها و دست دست زنهای چاقی که با موی شینیون و آرایش قلیز به قصد دیدن تری پشت دروازه زندان می ایستادند. به اکثرشان اجازه ملاقات نمیدادند و نتیجه اینکه در شهر ول می گشتند. در دست خیلی هاشان هم چاپ اول و تنها چاپ کتاب راهنمای تبهکاری بود. کتاب همان روز اول از کتاب فروشی ها جمع و برای همیشه ممنوع الانتشار شده بود کلکسیونرها روی هوا میزدندش حدس بزن هواداران مشتاق در شهر دنبال چه کسی می گشتند؟ من از من به عنوان ویراستار میخواستند کتاب را برایشان امضا کنم اوایل از اینکه در مرکز توجه قرار گرفته بودم کیف میکردم ولی به سرعت از حد تحملم خارج شد تمام این جانوران به دنبال امضا با سوال‌های بیپایانشان درباره تری بیچارم کرده بودند دوباره تری وسط این جماعت عقب افتاده تشنه ستاره به دیو برخوردم کت به تنداش ولی کراوات نزده بود و موهایش را صاف و مرتب شانه کرده بود عقب حسابی خودش را پاک کرده بود داشت زندگی جدیدی را شروع می کرد. ظاهرا معنویت را یافته بود که البته این کشف او را کمتر خشن ولی بیشتر غیر قابل تحمل کرده بود. نمی توانستم از دستش خلاص شوم. کمر به نجاتم بسته بود. تو کتاب دوست داری مارتین؟ همیشه دوست داشتی ولی این یکی رو خوندی این خوبه این کتاب خوبیه یک جلد انجیل گرفت جلوی صورتم گفت برادر تو امروز صبح دیدم برای همین برگشتم من بودم که وسوسش کردم حالا هم وظیفه من نجاتش بدم گفتگو با او روی اعصابم بود و برای همین بحث را عوض کردم. سراغ برونو را گرفتم. دیو با ناراحتی گفت خبرهای بد متاسفانه. وسط یه چاقو کشی تیر خورد و مرد. خانواده چطورن مارتین؟ حقیقتش دیدن تری نصف معمولیتم بود. اومدم پدر و مادرتو ببینم و ازشون بخوام منو ببخشن. به شدت از چنین کاری برحضرش داشتم. ولی گوشش به نبود. گفت این خواست خدا بوده و جواب متقاعد کننده ای برای مخالفت با گفتش به ذهنم نرسید. نمیدانم چرا فکر میکرد می تواند خواست خدا را بفهمد. آخرش هم دیو نیامد خانه ما. اتفاقی بیرون پستخانه با پدرم روبرو شد و قبل از اینکه فرصت کند انجیل را از جیبش درآورد دستان پدرم دور گردنش حلقه شد. دیو مقاومت نکرد. فکر کرد این خواست پروردگار بوده که روی پله های پستخانه خفه شود و وقتی پدرم پرتش کرد زمین و لگت زد توی صورتش فکر کرد احتمالا نظرش را تغییر داده. پدرم لیستی داشت که اسم دیو هم در آن بود. موقع دعوا لیست از جیبش افتاد بیرون. برش داشتم. شش اسم روی کاغذ نوشته شده بود. آدم هایی که پسرم را نابود کردند بدون ترتیب مشخص. یک هریوست دو برونو سه دیو چهار سازنده جعبه پیشنهادات پنج قاضی فیلیپ کروگر شش مارتین دین با توجه به اینکه در طول زندگیم از هر نگاه و ژستی برای سرزنش کردن من استفاده کرده بود زیاد از حضور اسمم در لیست تعجب نکردم تازه خوشحال هم شدم که نفهمیده اسمم در حقیقت دو بار در لیستش آمده بعد از دعوا پدرم لنگ لنگان و تهدیدکنان در تاریکی گم شد رو به هیچ کس خطاب به شب فریاد کشید همه رو گیر میندازم مثل همیشه سر و کله پلیس ها پیدا شد مثل سوپور بعد از یک مهمانی خیابانی و به محض اینکه نفس دیو برگشت داد زد من نمیخوام شکایت کنم بذارین برگرده شما دارین مانع اراده خدا میشین شکلک درآوردم و امیدوار بودم خدا به خاطر خود دیو هم که شده چرندیات وقیهانه او را نشنیده باشد. فکر نکنم خدا متملق ها را بیشتر از بقیه دوست داشته باشد. راستش را بخواهم بگویم این ماجرای کوچک باعث شد از شدت ملال نمیرم. بعد از اتمام کتاب راهنمای تبهکاری و خاکسپاری فوریش رفتن کارولین و زندانی شدن تری و مردن هری شهر دیگر چیزی نداشت به من بدهد تمام عشقهایم خارج از دست رسم بودند و هیچ چیز نداشتم سرم را با آن گرم کنم. خلاصه اینکه دیگر هیچ پروژه‌ای نداشتم. ولی باز هم نمی توانستم بروم. درست است که دیگر نمی توانستم بیشتر از این با مردگان زنده هم خانه باشم ولی تکلیف آن قول تأسف به مادرم چه می چطور می توانستم ترکش کنم وقتی داشت با آن وضع رقتبار بار از بین می رفت هیچ کاری برای بهتر کردن حالش یا کاستن از رنجش از دستم بر نمی آمد ولی کاملاً حس می کردم حضورم در خانه به مادرم آرامش خاطر می دهد جسپر میدانی بار توانایی شاد کردن کسی به صرف حضور داشتن یعنی چه؟ نه، احتمالا نمیدانی. مادرم همیشه به شکل آشکاری تحت تاثیر پسرانش بود. هر بار که من یا تری وارد اتاق می شدیم چشمانش برق می زد. برای جفتمان بار سنگینی بود. احساس می کردیم یا باید وارد اتاقش شویم یا مسئولیت ناراحتیش را به عهده بگیریم. عجب بدبختی. هرچند وقتی کسی تو را به حدی احتیاج دارد که صرف وجودت نقش یک جور عامل حیات بخش را بازی می کند اعتماد به نفست قوی می شود. ولی جسپر، میدانی نابود شدن آرام کسی که دوستش داری چه حسی دارد؟ آن هم جلوی چشمت؟ تا حالا تلاش کرده ای توی بارانی شدید یک نفر را آن طرف خیابان تشخیص بدهی؟ مثل همین است. بدنش دیگر نحیفتر از آن شده بود که زندگی در آن جا بگیرد و با نزدیک شدن مرگ او مرگ آن نیاز هم به من نزدیک می شد ولی به این راحتی ها هم نیست محصول زندگی مادرم دو چیز بود من و تری و تری نه فقط مدتها پیش از بین انگشتانش لغزیده بود که حالا هم داشت دور از دست رس او میپژمرد فقط من مانده بودم از دو پسری که یک بار دربارهشان گفته بود دوست دارم به پوستم سنجاقشون کنم تا هیچ وقت گمشون نکنم تنها من باقی مانده بودم. تنها چیزی که به او معنا میداد. نمیخواستم ترکش کنم هر چقدر هم این فکر نفرت انگیز بود. فکر اینکه در آن خانه پر از گرد و قبار فقط به انتظار مرگش نشسته بودم. زمنان یک پنی هم پول نداشتم. هیچ جا نمی توانستم بروم. بعد نامه ای به دستم رسید که همه چیز را پیچیده تر کرد. از طرف استنلی بود. مارتین عزیز خب عجب قمر در اقربی. چاپ کتاب تمام شد. دیگر نه در کتاب فروشی هاست و نه هیچ جای دیگر. دارند از من شکایت می کنند حرامزاده ها. تو فعلا راحتی. اگر جای تو بودم یک مدت خودم را گم و گور می کردم. برو خارج مارتین. من به تمام حرف های این دلقک ها گوش می کنم. هنوز کارشان تمام نشده. می بیایند سراغ تو. گفتم که اسم لعنتیت را نیاور اول کتاب. حالا میخواهند به جرم پناه دادن به یک فراری و تصحیح نحوش دستگیرت کنند. ولی هنوز کمی فرصت نفس کشیدن داری. پلیس ها هیچ چیز از نشر نمی دانند. دنبال راهی می گردند تا این ادعای ما را که همه چیز از طریق نامنگاری انجام شده رد کنند. علاوه بر این خندت می گیرد. دوست ندارند حتی یک کلمه درباره هری بشنوند. هر بار اسمش را می آورم، یک چک می زیر گوشم. باور نمیکنند تری این کتاب را ننوشته. فکر کنم اینطوری پرونده بزرگتر به نظر خواهد آمد. عجیب نیست دنیا اینقدر بلبشو شده چطور می شود به کسی اعتماد کرد وقتی همه میخواهند تو را از سر راهشان کنار بزنند تا خودشان زیر نور قرار بگیرند جدی میگویم مارتین حرفم را گوش کن از کشور خارج شو دارند با یک چمدان اتهام مزخرف میآیند سراغت من تمام مبلغ فروش اولیه را می دهم به تو. فکر نکن دست و دل بازی کردم. راستش هیچ دلیلی ندارد این پول را پیش خودم نگه دارم. دادگاه تمامش را از من خواهد گرفت. میدانم چقدر برای این کار زحمت کشیدی. میدانم چقدر برایت ارزش دارد. زمنان میخواهم بگویم که بهترین دوران زندگیم را مدیون تو هستم. ما با هم یک کاری کردیم. سر و صدا راه انداختیم. برای اولین بار در عمرم احساس کردم درگیر کاری با معنا شدم. برای همین از تو تشکر می کنم. به پیوست یک چک است به مبلغ پانزده هزار دلار. می آیند سراغت مارتین چیزی نمانده. با تشکرات استنلی. اینقدر پاکت را تکان دادم که یک چیز خوب افتاد پایین. چک پانزده هزار دلار. ثروت هنگفتی نبود ولی برای کسی که سیگار نصفه مردم را از روی زمین بر می داشت و میکشید مبلغ قابل توجهی بود. بسیار خوب، داشتم میرفتم. گور پدر پیمان ناشکستنی داشتم می شکستمش. به نظرم با پوسیدن در زندان کنار برادر در حال پوسیدنم هیچ لطفی در حق مادرم نمی کردم. زمنن زندان تخصص تری بود. من یک حمام هم دوام نمی آوردم. از وقتی زندانی شده بود حتی یک بار هم نرفته بودم ملاقاتش. بعد از آن همه دویدن و هرس خوردن شاید به نظر عجیب برسد. ولی راستش را بخواهی به حد مرگ از هر چیزی که به تریدین مربوط میشد خسته بودم تمجید خلایق از او بالاخره رفت روی اعصابم و دیگر نمی توانستم کاری برایش بکنم فرصت نفس کشیدن لازم داشتم هرچند یاد داشتی به دستم رسید و یادم می آید با خودم فکر کردم این اولین باری است که دست خط تری را می بینم. مارتی عزیز ماجرای این کتاب چیه؟ همه دارن دربارش زر می زنن. اگه وقت داری قضیه رو واسم روشن کن باشه؟ دوست ندارم کسی فکر کنه من نویسندم. میخوام همه منو معمور خودسری بدونن که ورزش رو از دست های کسیف فساد نجات داد. نمیخوام واسه نوشتن یک کتاب مسخره معروف بشم. زندان، اوف، خونمون از اینجا معلومه. چون یه جورایی معروفم رئیس زندان با من خوبه و یه روز دوربینش رو به هم قرض داد. حدس بزن چی دیدم؟ بابا رو که داشت با دوربین منو نگاه می کرد. عجیب بود. یادت نره که از شهر بزنی بیرون و یه کاری با زندگیت بکنی. سیاست داداش. به نظرم سیاست به درد تو میخوره. تو این سیر که مسخره فقط تو عقل و شعور داری. دوستت دارم. تری. پی نوشت. بیا بالا و یه سر به من بزن. فورا شروع کردم به بستن بار سفر. چمدان قهوه‌ای کهنهی بیرون کشیدم و داخلش چند تکه لباس چپاندم. بعد در اتاق خوابم دنبال چیزهای خاطر انگیز گشتم. ولی تا یادم افتاد وظیفهشان زنده کردن خاطرات است دست از جستجو کشیدم. گور پدرشان. دوست نداشتم خاطراتم را با خودم ببرم این طرف و آن طرف. خیلی سنگین بودند. مادرم پرسید داری چی کار میکنی؟ جوری با شرم چرخیدم طرفش انگار مچم را موقع یک کار بد گرفته بود. گفتم دارم میرم. کجا؟ نمیدونم. شاید پاریس. میخوام کارولین پاتس رو پیدا کنم و بهش پیشنهاد ازدواج بدم. خودم هم از جواب خودم قافل گیر شدم. جوابم را نداد. فقط روی پاهایش به جلو و عقب تاب خورد. نهار نیم ساعت دیگه حاضره. باشه. و وقتی رفت دهان نیمه باز چمدانم نگاهی اتهام آمیز به من انداخت. بعد از نهار که در سکوت مطلق خورده شد برای آخرین بار رفتم بالای تپه تا با تری خداحافظی کنم. گرمترین روز تابستان بود. اینقدر که میشد روی یک برگ بیکن سرخ کرد. باد هم داغ بود انگار داشتم وارد سشوار می شدم. عرق به چشمانم میریخت. وقتی از دروازه زندان گذشتم دست پینه بسته نوستالژی قلبم را خوب مالش داد. و فهمیدم آدم برای دوران مزخرف هم مثل دوران خوش دلتنگ می شود. چون در پایان روز تنها چیزی که برایش دلتنگ میشوی خود زمان است نگهبان را هم نداد گفت تری تو انفرادیه ملاقات نداره چرا دعوا چقدر قرار اون تو بمونه نمیدونم یه ماه یه ماه تو انفرادی این کار قانونیه؟ نمیدونم. خدایا نمی توانستم برای یک خداحافظی خشک و خالی یک ماه صبر کنم. وحشت داشتم از اینکه که ترمز اینرسی جنبشی هم کشیده شود. بهش میگی برادرت اومده بود برای خداحافظی؟ ولی برادرش تا حالا نیومده. من برادرشم. او از قول تو چی بهش بگم؟ بگو رفته بود خارج. ولی حالا که برگشتی چه مدت نبودی؟ نمیدونم. شاید چند سال. ولی وقتی خواستی بهش بگی زمان آینده به کار ببر باشه. چرا؟ یه شوخی بین خودمون. چشمک زد و گفت باشه بهش میگم برادرش چند سال داره میره خارج. گفتم عالی. و از زندان رو گرداندم و از سراشیبی تپه رفتم پایین و منظره کامل شهرمان پیش چشمم آمد. شهر خوب. شهر خوب کوچک. خاک بر سرت شهر خوب کوچک امیدوارم بسوزی در خیابان ها و نقشه های انتقام جویانه می کشیدم که اگر یک روز موفق و پولدار برگشتم با آنجا چه کنم ولی خیلی زود بی خیال شدم راستش تنها چیزی که همیشه میخواستم این بود که همه دوستم داشته باشند و موفق و پولدار برگشتن دل کسی را به دست نمی آورد. وقتی مشغول این افکار بی هدف بودم متوجه احساس عجیبی در اعما و احشایم شدم. بعد صدایی غریب از شکمم بلند شد. انگار کتولهی داشت آن تو دهانشوی قرقره می کرد. این حس به سرعت تبدیل شد به دردی وحشتناک. دلا شدم و دستم را گرفتم به تیر چراغ برق. این دیگر چه بود؟ انگار تمام قده های بدنم داشتند اسید باتری ترشوه می کردند. بعد که درد فروکش کرد احساس سرگیجه کردم و خودم را با بدبختی رساندم خانه. وقتی وارد اتاقم شدم درد دوباره بدتر از قبل برگشت دراز کشیدم و گفتم اگر 20 دقیقه بخوابم حالم خوب می شود ولی این تازه اولش بود